سلام بچه ها، عصر بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه و سلامت باشین. صدای منو دارین؟ صدا تو خیلی کمه؟ صدا میگه خیلی کمه. خب من نمیتونم خیلی بلند داد بزنم. خب بله صدا میاد. مرسی بچه های خوبم، انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی ضعیفه، انشالله که الان درستش میکنن. این نمیدونم مشکل از میکروفونه، مشکل از صدای من نیست، من چون صدام استاندارده و بیشتر از اینم نمیتونم بلند داد بزنم. انشالله که حالتون خوب باشه جان. خب بچه ها مثلی که مشکل از اسکای روم هست، انتقال صدای اسکای روم مشکل داره بچه ها. خب لطفا از هنسفری استفاده کنین بچه های خوبم، از هنسفری استفاده کنین. هنسفری گوشی تلفنتون رو بزنین به لپتاپ یا بزنین. خب هنسفری بزنین. اسکای مشکل خب بهشون گفتین؟ بهشون گفتین؟ خب نه به خودشون نگفتین همچین مشکل پیش اومده. خب بچه لطفا پس از هنسفری استفاده کنید که صدا رو متمرکزتر گوش بدین و خودکارتون رو من بدین لطفا. اینجاست. خب صدا نمیاد. فاطمه الان شما صدای من رو نداری؟ فاطمه لطفا. فاطمه جا صدای من رو نداری؟ خب صدا خوب شد؟ خدا رو شد. بچه ها حتما لطفا از هنسفری استفاده کنید. کلن بچه ها نگاه کنید، شما اگه میخواین آنلاین کار کنید کلن سیستمتون باید هنسفری باشه که صدای خونه به هر حال مزاحمتون نشه، تمرکز روی کلاس داشته باشین. برای همین لطفا حتما با هنسفری گوش بدین صدای رو و تا جایی که امکان داره بچه ها از کامپیوتر استفاده کنین. گوشی خیلی کوچیکه، چشمتون خسته میشه به هر حال. با توجه به که زمان زیادی رو میخواین با این تلویزیون با این سیستم کار کنین، حتما از لپتاپ یا از سیستم استفاده کنین که در واقع بتونین راحت‌تر تصویر و صدا رو داشته باشین. خب خیلی خوب، اگر که همه بچه همه اوکی هستین من شروع کنم. اگه همه اوکی هستین من شروع کنم. خب شروع کنیم بچه ها، آماده این شروع کنیم؟ بسیار عالی، بسیار عالی، آفرین. همین که جواب میدین بچه ها یعنی که اینجا من پیام‌های شما میبینم به من انرژی میده و این خیلی خیلی عالی است. خب من شروع میکنم بچه ها دیگه، با عزتون شروع کنیم از اینجا. خب به نام خدا و با سلام خدمت شما دانش آموزان عزیزم، انشالله که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. بنده محمدی هستم، دبیر شیمی مرکز هاشمی نژاد یک مشهد و همچنین مؤسسه آموزشی سبقت برتر که انشالله در مورد درس شیمی امسال در خدمتتون خواهم بود برای شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم. خب قرار شده که بچه‌ها در یک بازه یک دو هفته‌ای خدمت هاش کنم یه سری از مباحثی رو که در واقع مورد نیاز شما هستش، بذات یک کلاس رایگان براتون داشته باشم تا شما بتونین چیکار بکنین، بتونین تصمیم گیری بهتری داشته باشین، بتونین با شیوه کار ما آشنا بشین. خب نمیدونم بچه‌ها تا حالا سر کلاس من بودین یا نه، ولی من در عرض 4-5 دقیقه روش کار خودم رو یه توضیح میدم و بعدم میرین سراغ کلاس درسم. بریم بچه ها، کلن کنکور در همه درس ها و به خصوص شیمی دیگه از مرز حفظی رد شده. این که شما بخواین یه نکته رو حفظ کنین و بر اساس اون نکته پیش برین کاملا رد شده و شما باید مطالب رو بفهمین بچه ها، باید درک صحیح از اون داشته باشین. این فرایندی که بچه ها در کنکورهای سالهای گذشته و در 99 و همچنین در 1400 که برگزار شد خدمت رو اشکم کاملا مشروط بود. اصلا ملاک کتابای شما نیست بچه ها، ملاک علم شیمی، ملاک علم فیزیک هست بچه ها. و به همین خاطر این که میگن حالا مثلا فرض کنین در سطح کتابای درسی هستش، درستی در همون راست هست، ولی به هر حال مفاهیم باید بفهمید. و همین خاطر توصیه شدیدی که براتون دارم بچه‌ها اینی که در هر قسمتی که خواستین در واقع برای کنکور بخونین حتما تلاش کنین بفهمید. خب با توجه به این نگرشی که من سال هاست بهش توجه دارم، شعار اصلی من بچه در خدمت شما آموزش شیمی اینی که با شیمی رو باید بفهمیم بچه‌ها و شیمی رو به صورت مفهومی یاد بگیریم. برای که به صورت مفهومی یاد بگیریم، خب من تمام مفاهیم شیمی رو در دهم، یازدهم و دوازدهم براتون توضیح خواهم داد تا انشالله در اون قسمت ها در واقع مسلط بشین. و سیستم آموزشی هم اینطوری که بچه ها اول ما شیمی دهم رو درس میدیم، بعد شیمی یازدهم و بعد شیمی دوازدهم. اول باید اشکالاتتون تو دهم برطرف بشه، وقتی اشکالاتتون تو دهم برطرف شد بعد میام اشکالاتتون رو توی یازدهم برطرف میکنیم و در واقع مفاهیم براتون درس میدم. شما فقط کافیه با من همراه باشین و مطالبی که من درس میدم رو بخونین. بهتون قول میدم تغییر و نگرش خیلی خیلی زیادی در ذهنتون ایجاد خواهد شد. گروه های رفع اشکال داریم تو تلگرام که حتما اونجا میدونین و اونجا میتونین
سوالاتتون بپرسین، مطرح کنین، من و دیگر همکاران و همچنین خدمت آشنا خودتون به این سوالات جواب خواهیم داد تا شما ان شاءالله به یه نگرش درست برسید. خب کار سخته بچا، به صورت آنلاین ارتباط برقرار کردن کار سختی است. اینجا ما در این صفحه مانیتوری که اینجا برای من گذاشتن میتونم خدمت آشنا که ببینم شما چی پیام میدین، تا جایی که بتونم اشکالاتتون رو برطرف میکنم. لطفا با من در ارتباط باشین. ازتون خواهش میکنم بچا تو همین کلاس ها در بحث های کلاسی شرکت کنین. وقتی از شما سوال میپرسم حتما تایپ کنین بچا، حتما جواب بدین. میپرسم فهمیدین؟ بگین بله. اگر متوجه نشدین بگین نه متوجه نشدیم، تا من بدونم بازخورد شما چیه. اگه پیام ندین، اگه جواب ندین، خب من متوجه نمیشم که شما الان در چه وضعیتی هستین، خب نمیتونم با شما ارتباط برقرار کنم. تنها راه ارتباطی من با شما پیام های شماست که اینجا برای من تایپ میکنید بچا، و من اون پیام ها رو میخونم و با توجه به اون پیام ها متوجه میشم که الان در چه وضعیتی هستین. پس خواهش میکنم بچا همراه ما من باشین. سوالاتی من میپرسم کوتاه پاسخ در حد یک کلمه دو کلمه که شما راحت بتونین تایپ کنین. پس خواهش میکنم بچا لطفاً جواب بدین و ساکت نباشین. منظور ساکت نباشین یعنی که تایپ نکنین و منتظر باشین بگین خب حالا بچه‌ها تایپ میکنن دیگه. خب این به نظر من جالب نخواهد بود. لذا وقتی شما تایپ میکنین، پیام میدین، میگین آره فهمیدم، خیلی خوبه، مثلا اینجا اشکال داریم، خب پای نمیسته خب چکارش کنیم؟ خب این رفت بارد باریدون اومدن باش. خب خدمت عرض کنم که برای همین لطفا در کلاس فعال باشین، در کلاس من و همکارای دیگه، تا ما بتونیم یک کلاس فعال و قوی داشته باشیم و شما در کلاس حضور فعالتون رو در اینجا حس کنیم. خب خدمت عرض کنم که خدا رو شکر که صدا بهتر شد. مرسی بچه‌ها، مرسی، متشکرم. پس هر اتفاق رخ میده پیام بدین همینطوری. متشکرم فاطمه، متشکرم مریم، فرید جان، متشکرم و همه بچه خوب کلاس که الان تشریف آوردین در کلاس حضور دارید. خب این توضیحات اولیه بچه ها که من خدمتون گفتم. خدمت عرض کنم برای آموزش کلاسی ما بچه ها الان در واقع اینطور بگم بچه ها، ما در درس شیمی بچه ها ما 3 تا کتاب داریم، 10، 11، 12 که به نوبت اونها رو خواهیم گفت و این کلاس کتاب بچه ها به صورت چاپی هم هست، کتاب خودم هست بچه ها، که توصیه میکنم اگر که در واقع تشریف آوردین و در کلاس بودین حتما این کتاب ها رو چاپیشو تهیه کنین. اگه در مشهد بودین که راحت میتونین تهیه کنین، اگه در شهرستان بودین هم حتما از طریق پست بچه ها تهیه کنین، چون موجب میشه که شما یه جایی نوشتن داشته باشین. خیلی خیلی بهتون کمک میکنه و راحت‌تر میتونین با کلاس ارتباط برقرار کنین. خب برای این مبحثی، یعنی برای این 2-3 جلسه‌ای که قرار شده در این 2 هفته من در خدمتتون باشم بچه‌ها، من از 11 یه مبحث بسیار جالب و ضمناً پیچیده و حل مسئله رو انتخاب کردم که بحث سینتیک هست بچه‌ها. چرا این بحث رو انتخاب کردم؟ یک، اولا 11 که خب شما خیلی وقت نیست از اون گذشته، یعنی در واقع توی خرداد ما امتحان دادین و باهاش آشنا هستین. 2، حل مسئله است که خب به نوعی بسیار بسیار جالب هست و مهم هست توی بحث در واقع کنکور. و از طرف دیگه خب خدمت عرض کنم سینتیک کلا یه مبحثی هستش که بچه‌ها نمیتونن خوب شاد باشه ارتباط برقرار کنن، مفاهیمشو درک بکنن. برای همین بچه‌ها من میخوام مبحث سینتیک رو کامل براتون درس بدم، کامل کامل، تا شما یک مجموعه آموزشی، یعنی یک در واقع بسته آموزشی رو یاد بگین و ببینید چقدر میتونین با کلاس ارتباط برقرار کنین و اشکالاتتون رو برطرف کنین. لطفاً هر موردی بود حتما چه الان تایپ کنین و چه بعدا تو گروه های تلگرامی که الان عضو شدین، اگه بچه ها ثبت نام کرده باشین اونجا به من پیام بدین، بگین مثلا اینجاش خوب بود، نظرتون بنویسین بچه ها، بگین ارتباط خوب بود، ارتباط اشکال داشت، هر مورد بگیم بچه ها. ما در واقع باید بازخوردش رو ببینیم تا بتونیم به شما کمک کنیم که در واقع ارتباط صحیح تری داشته باشیم. این فرآیندی که من براتون شروع کردم. خب اگه موافق هستیم بچه ها میخوام شروع کنیم. خب آماده این بچه ها؟ پر انرژی شروع کنیم بچه ها؟ آماده؟ ببینم چی میگین. بله، آفرین 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 بچه ها. خوب، همه لطفا، بسیار عالی، بسیار عالی و خیلی عالیه. شروع میکنیم بچه ها. خب خب بحث سینتیک بچه ها کجا رفت؟ کجا رفت؟ آه، یه میخواهم همیشه اینجوری بیاد؟ ها، اینجا خودتون رو بگید؟ ها، باش. خب بچه ها بحث سینتیک رو میخواهم براتون شروع کنم. سینتیک رو تعریف کنیم. سینتیک اصلا چی هست بچه ها؟ سینتیک شاخه از علم شیمیه بچه ها، دقت کنین. سینتیک شاخه از علم شیمیه، شاخه از علم شیمیه بچه ها، که در مورد سرعت واکنش های شیمیایی، واکنش های شیمیایی چیکار میکنه بچه ها؟ سرعت واکنش های شیمیایی بحث میکنه. خب کلا سینتیک علمی که در مورد سرعت واکنش های شیمیایی بحث میکنه. خب حالا من یه سوال از شما میخوام بپرسم، لطفا جواب بدین اگه دوست داشتین بچه ها. اگه من شما میگم بچه ها سرعت چیه، سرعت رو چی تعریف میکنین؟ لطفا هر چی میخواین بسا بسا خیلی کوتاه بچه ها، سرعت رو چی تعریف میکنین بچه ها؟
ببینم چی می‌نویسین. هر کس که دوست داره سرعت رو تعریف کنه. ببینم چه تعریفی از سرعت دارین. صدا مثل بهتر شد. آره. جابجایی نسبت به زمان. مرسی امیر حسین. خب در زمان مشخص. آفرین سارا. کار انجام شده در واحد زمان. مرسی فاطمه. مقدار پیشرفت عمل در طول زمان. لیلا. سرعت زمان انجام واکنش شیمیایی هست. اکبر. اکرم. مرسی. تغییرات به چیزی در زمان. متشکرم زهرا. زمانی که طول میکشه واکنش رخ بده. متشکرم فائزه. و هانیه میگه که انجام یک فرآیند در بازی زمانی مشخص. ببینیم بچه‌ها تعریف الان درست گفتن درست بود. همشون درست بود ولی یه فرقی داشت بچه‌ها. بعضی‌ها بچه‌ها اومده بودن سرعت واکنش رو تعریف کردن. خب من به شما گفتم بچه‌ها سرعت رو تعریف کنین. من گفتم سرعت رو تعریف کنین. نگفتم سرعت واکنش رو تعریف کنین. گفتم سرعت رو تعریف کنین. خب وقتی از سرعت رو می‌خوام بچه‌ها سرعت رو تعریف کنیم، سرعت رو چی می‌تونیم تعریف کنیم؟ نگاه کنین بچه‌ها. من می‌خوام بگم اگر به شما گفتن سرعت رو تعریف کنین، میان سرعت اینجوری تعریف کنین. بگین سرعت یعنی تغییرات نسبت به زمان. نگاه کنین سرعت نسبت یعنی تغییرات نسبت به زمان. بعضی از بچه‌ها نشون دادن جابجایی در واحد زمان. میدونین چرا این تعریف رو بیان کردن؟ به خاطر اینکه تو فیزیک مرتب سرعت اتومبیل رو بررسی کردن، سرعت یک دوچرخه رو بررسی کردن، جابجایی رو نسبت به زمان بررسی کردن و منظورشون از سرعت رو اینو درک میکنن. خب مگه ما فقط همین سرعت رو داریم؟ نه. ما در طول روزمره از انواع سرعت استفاده میکنیم. سرعت غذا خوردن، سرعت راه رفتن، سرعت خدمت رو ارز کنم که نوشتن، سرعت تایپ کردن، سرعت حرف زدن، اینا همه سرعته. شما انواع سرعت رو داریم بچه ها. پس وقتی میگم سرعت رو تعریف کنین، فکر نکنین بچه ها فقط یه اتومبیل داره حرکت میکنه و سرعت تعریف میکنه. اون هم یکی از انواع سرعت هست. لذا وقتی میگم سرعت، به کل فکر کنین بچه ها، به یک تعریف کلی که همه رو پوشش بده. وقتی میگیم جابجایی نسبت به زمان، فقط سرعت حرکت یک اتومبیل رو داریم بررسی میکنیم. سرعت حرکت یک دوچرخه است. ولی وقتی میگم سرعت رو تعریف کنیم بچه ها، بگین تغییرات نسبت به زمان. خب حالا من میگم سرعت x میشه تغییرات x نسبت به زمان. یعنی x هر چی میتونه باشه بچه ها. x میتونه غذا خوردن باشه، x میتونه حرف زدن باشه، x میتونه راه رفتن باشه، x میتونه تایپ کردن باشه یا هر چیزی. دقت کردیم بچه‌ها؟ مثلا شما به دوستتون میگین که زود بخور دیگه دیر شد کلاسمون. شما ندارین سرعت رو بررسی میکنین. به دوستتون میگه که چقدر تون میخوری، بازم دارین سرعت رو بررسی میکنین. خب خدمت عرض کنم که شما میگین که آقای محمدی چقدر تون حرف میزنه. این تون حرف زدن، سریع حرف زدن سرعت منه. خب یا من میگم که آقای محمدی میشه خود سریع‌تر درس بدین، یه خود آهسته‌تر درس بدین، این سرعته. پس سرعت یعنی تغییرات نسبت به زمان. جالب بچه‌ها، با این تعریفی که برای سرعت بیان کردیم، خوب دقت کنید، هر چیزی که در جهان تغییر بکنه، ما میتونیم براش سرعت داشته باشیم. هر چیزی که تغییر بکنه، چرا؟ چون هر چی تغییر کنه نسبت به زمان اندازه میگیم میشه سرعت همون تغییرات. خب جالب بچه‌ها، اگر چیزی در جهان تغییر نکنه سرعتش صفره، و یا تغییراتش بسیار 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 کم باشه، ما میگیم سرعتش نزدیک به صفر. پس لطفاً سرعت رو تعریف می‌کنیم تغییرات نسبت به زمان. میخوام که همه بچه‌ها این جمله رو تایپ کنن بچه‌ها. لطفاً بگین، من میشم میگم سرعت رو تعریف کنین، سرعت رو تعریف کنین، فقط بگین تغییرات نسبت به زمان. لطفاً تایپ کنین سرعت چی میشه بچه‌ها؟ تغییرات نسبت به زمان. لطفاً تایپ. آفرین. تغییرات به زمان، بسیار عالی بچه‌ها. این تعریف کلی بچه‌ها، تغییرات نسبت به زمان. و ما برای هر چیزی که تغییر بکنه میتونیم چی داشته باشیم بچه‌ها؟ سرعت داشته باشیم. خب حالا دقت کنیم بچه‌ها، دقت کنیم. خب حالا ما میگیم یه تعریف جدید هم میگیم بچه‌ها. میگیم سرعت واکنش. خب وقتی من میگم سرعت واکنش، یعنی تغییراتی که در یک واکنش رخ میده. خب ببینید، من میگم آ میدهد ب. خب الان در اینجا آ میدهد ب یه واکنش شیمیایی. آ واکنش دهنده است، ب فرآورده است. آیا آ تغییر میکنه؟ آیا مقدار آ تغییر میکنه؟ بله. چون مقدار آ تغییر میکنه، پس من برای آ میتونم سرعت تعریف کنم. سرعت آ. خب این الان بچه‌ها چون آ در حال تغییره، برای سرعت میتونم تعریف کنم. آیا ب هم تغییر میکنه؟ بله. پس برای اون هم میتونم سرعت داشته باشم. سوال ب بچه‌ها، ببین چی میگیم؟ ببین میگیم سرعت مصرف آ. ببین چی میگیم؟ میگیم سرعت تولید ب.
ببین بچه‌ها، پس ما آ در حال مصرف شدن سرعت مصرف آ، ب در حال تولید شدن میشه سرعت تولید ب، پس سرعت مصرف آ سرعت تولید ب. نتیجه جالب، برای تک تک مواد یه واکنش ما میتونیم سرعت تعریف کنیم. چرا؟ چون دارن تغییر میکنن. یکی از بچه‌ها مرسه آ محمدی چه چیزشون داره تغییر میکنه؟ خیلی ساده است. آیا مول آ تغییر نمیکنه؟ چرا؟ مول آ داره کم میشه. آیا جرم آ تغییر نمیکنه؟ چرا؟ چون داره کم میشه. آیا غلظت آ تغییر نمیکنه؟ چرا؟ داره تغییر میکنه. آیا حجم آ تغییر نمیکنه؟ خب همینا داره تغییر میکنه. پس مول آ کم میشه، غلظت آ کم میشه، سرعت بچا جرم آ کم میشه، حجم آ کم میشه. به همون نسبت ب در حال تولیده، پس مقدارش تغییر میکنه. پس ما میتونیم هم برای واکنش دهنده هم برای فرورده سرعت داشته باشیم. لطفا جالب گوش بدید، برای تک تک مواد یه واکنش ما میتونیم سرعت داشته باشیم. حالا اگه واکنش دهنده بود بگین سرعت مصرف، اگه فرورده بود بگین سرعت تولید. خب نکته جالبی دیگه که میخوام بهتون بگم اینه، واکنش های شیمیایی بچه‌ها، واکنش های شیمیایی بچه‌ها با گذشت زمان سرعتشون در حال کم شدنه. با گذشت زمان سرعت واکنش های شیمیایی در حال کم شدنه. خب پس وقتی سرعتشون داره کم میشه، سرعتشون ثابت نیست، سرعتشون ثابت در حال کم شدنه. به همین خاطر ما وقتی در یه بازی زمانی میام سرعت رو اندازه میگیریم، اون سرعت بچه‌ها میشه سرعت متوسط. و همین خاطر بچه‌ها یه سرعت متوسط، این بالا یه خط میکشیم و بهش میگیم سرعت متوسط مصرف آ، میگیم سرعت متوسط تولید به. لذا دقت کنید، ما سرعت متوسط مصرف آ، سرعت متوسط تولید به، یعنی در یه بازی زمانی ما میام سرعت رو چیکار میکنیم بچه ها؟ اندازه میگیریم. خب حالا با این توضیح، ما اگه بخوایم سرعت رو تعریف کنیم چی میگیم بچه ها؟ خب مگه نگفتیم بچه ها تغییرات نسبت به زمان؟ خب آ چی داره تغییر میکنه؟ داره مصرف میشه. پس میگیم مقدار آ مصرف شده بخش بر زمان. برای این چی میگیم؟ میگیم مقدار ب تولید شده بخش بر زمان. دقت کنید بچه‌ها، پس سرعت متوسط مصرف آ سرعت متوسط تولید ب، مقدار آ مصرف شده به زمان، مقدار ب تولید شده به زمان. همین. پس بچه‌ها خیلی جالب شد، سرعت هر ماده‌ای رو خواستین اندازه بگیرین، باید تغییرات اون ماده رو بر زمان تقسیم بکنین. همین. بچه‌ها تا اینجا فهمیدین سرعت رو چجوری اندازه میگیم؟ تغییرات هر ماده رو نسبت به زمان اندازه میگیریم. اوکی؟ متشکرم بچه‌ها، بسیار عالی. مرسی فاطمه. مرسی، متشکرم. خب حالا یه سوال بپرسم، آماده این بچه‌ها؟ سری جواب بدین. میخوام ببینم بچه‌ها چیه. ضمناً یه کلمه یاد بگیریم بچه‌ها که من دوست دارم اگه لازم شد استفاده کنیم. مثلا من یه سوال میپرسم، شما نمیدونین. بنویسین نمیدونم. من میبینم مثلا فرض کنین مثلا یک از بچه‌ها مثلا زهرا مینوشه نمیدونم. متوجه میشم زهرا نمیدونه اینو. لذا چیکار میکنم؟ با دقت بیشتری حواسم به زهرا هست که یه چیزی رو نمیدونه. لذا بچه‌ها اگه من یه سوال پرسیدم و شما ندونستین بگین نمیدونم. اینجوری من متوجه میشم که یه تعدادی از بچه‌ها در مورد اون اطلاع ندارن و میتونم بهشون کمک بهتری داشته باشم. آماده این بچه‌ها؟ یه سوال میپرسم همه جواب بدین. بچه‌ها واحد سرعت مصرف آ چیه؟ واحد سرعت چیه بچه‌ها؟ واحد سرعت در شیمی چیه؟ بگین لطفاً. واحد سرعت. نمیدونم، مول بر زمان. بنویسید آفرین، مول بر زمان. بستگی داره خود سوال از ما چی بخواد. زهرا میگه زمان، مول بر زمان، مول بر زمان، مول بر زمان. نمیدونم، اشکال نداره بچه‌ها. هانی بنویسید. همین که میگین نمیدونم اشکال نداره، من متوجه میشم اینجا باید بیشتر براتون دوزه. مول بر ثانیه، بسیار عالی. غلظت بر زمان، سارا. خب بسیار عالی بچه‌ها. یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها که اونم اینه که خب شما توی لیلا میگه نمیدونم اشکال نداره بچه‌ها. یه چیز جالبتون میگم که خب به نظر من خوب بود و توی نوشته‌هاتون این که مثلا من پرسیدم بچه‌ها واحد سرعت چیه، ننوشتین متر بر ثانیه یا مثلا کیلومتر بر ساعت. چون فکر می‌کنم بچه‌ها فقط واحد سرعت کیلومتر بر ساعته، چون سرعت اتومبیل رو تو فیزیک همیشه اینطوری اندازه گرفتن. هر موقع به شما میگه به بچه‌ها میگه واحد سرعت چیه، همون رو می‌نویسن. خب توی نوشته‌هاتون اینو نداشتین، این خیلی خوب بود بچه‌ها. حالا سوال اینجاست، واحد سرعت چیه؟ همونطور که یکی از بچه‌ها فکر کنم دو سه نفر از بچه‌ها اشاره کردن اینه. وقتی من میگم واحد سرعت چیه، خب ببینید بچه‌ها، این که زمانه. وقتی میگیم زمان میتونه ثانیه باشه، دقیقه باشه، ساعت باشه که ما کار بهش نداریم. خب بالا نمیشه مقدار آ مصرف شده، پایین نمیشه مقدار ب تولید شده. میدونید به چی بستگی داره؟ بستگی داره بچه‌ها این مقدار رو بر حسب چی اندازه بگیریم. اگه آ رو گرم اندازه بگیریم میشه گرم بر زمان. زمانش هم مشخص نمی کنیم. حالا میتونه ثانیه باشه، میتونه دقیقه باشه، میتونه ساعت باشه، میتونه روز باشه. بگین زمان بچه ها، فعلا ما نمیدونیم ولی بعدا مشخصش میشه گرم بر زمان. اگه ما این مقدار مول اندازه بگیریم میشه مول بر زمان.
اگه ما این مقدار رو لیتر اندازه بگیریم، حجمش رو اندازه بگیریم، میشه لیتر بر زمان. اگر ما مقدار آ رو غلظتش رو اندازه بگیریم، میشه مولار بر زمان. کجا بنویسم نمیدونم. تقصیر کیه که من اینجوری نمیتونم؟ نمیدونم تقصیر کیه. بذار ببینم. اه کجا رفتیش؟ خب درست. یکی از آیتم های ما نداره اینجا، مال کلو مال بلاک کردن رو نداره آقای احمدی. ها بل... بدن حالا بدن بیارش. کو؟ نه بلاک بلاک بلاک. ها ها با اون خیلی آیتم های مهمیه. حالا بعدا برام بذار. خب اینجا فعلا براتون بذار. خب بچه اگه این به عزم غلظت باشه میشه مولار بر زمان. من اینجا بینستم بچه ها، مولار بر زمان. پس ببینین اگه از شما مثلا واحد سرعت چیه، همونطور که اشاره کردم بگیم بستگی داره مقدار آی مصرف شده به عزم چی اندازه بگیریم. پس واحد سرعت میتونه تغییر بکنه، مول بر زمان، غلظت بر زمان، گرم بر زمان، لیتر بر زمان. سال کنکور بچه بوده، فکر کنم همین امسال یا سال قبل بود بچه ها، یاده بود بچه ها میلی لیتر بر زمان، میلی لیتر بر ثانیه خواسته بود، میلی گرم بر ثانیه خواسته بود. خب این واحد سرعت دیگه. حالا نمیشه اون وسط کنکور اعتراض کنی آقا بله توی کتاب ما همچی چیز نیومده. دیگه کنکور دیگه، وقتی میاد تو کنکور باید همه آمادگی همه چیز اتفاق داشته باشی. پس این واحدهای سرعته. خب برای ب چی؟ دقیقاً همین بچه ها، برای ب هم دقیقاً به همین سرعت واحدش میتونه تغییر کنه. خب مرسی هانیه. آره پس دقت کنید بچه ها، واحد سرعت متفاوت میتونه باشه. خب نتیجه یکی از بچه ها میگه آقای محمدی با توجه به اینکه الان واحد سرعت انواع واحدا داره، ما تو آزمون چیکار کنیم؟ کدومی که از این سرعت ها استفاده کنیم؟ یه خبر خوب براتون دارم که عالیه. میدونید چی؟ همیشه و بدون استثنا در مسائل سینتیک واحد سرعت رو به شما میدن. مثلا میگن سرعت مصرف آب بر حسب مول بر ثانیه چقدره؟ میگن سرعت تولید ب بر حسب مول بر مثلا گرم بر دقیقه چقدره؟ به شما واحدشو میدن. خب وقتی به شما واحد دادن، پس نگران نباشین که بچه‌ها بخوان واحدش رو حفظ کنین. فقط کافیه با دقت بخونین ببینین واحدشو چی داده. 100% تو تمام مسائل به شما واحدو میدن. برخلاف فیزیک مثلا میگن سرعت اتومبیل چقدره، میگن تو سیستم اس آی باید خودش بلد باشه. ما اینجا همچی چیزی نیست، به شما واحدو میدن. بچه‌ها اینکه به شما واحدو میدن خوب یا بده؟ اوکی میخوام ببینم که الان بیدارین واحدو به شما میدن. پس خیلی عالی بچه‌ها، حتما واحدو به شما میدن و خیلی راحت میتونین ازش چیکار کنین، استفاده کنین. خب یه جمع‌بندی کنیم بچه‌ها، یه جمع‌بندی کنیم. سرعت تغییرات نسبت به زمان. برای بچه‌ها یه واکنش، هم برای واکنش دهنده هم برای فروردا میتونیم سرعت تعریف کنیم. سرعت بچه‌ها وقتی میگیم چیه؟ مقدار مصرف واکنش دهنده در واحد زمان یا تولید فروردا در واحد زمان. واحدش چی میتونه باشه؟ متفاوت بچه‌ها، بستگی ما چه چیزو داریم اندازه میگیریم و بر حسب چه کمیتی اندازه میگیریم. این شد سرعت بچه‌ها. خب حالا حرفایی که من زدم رو میخوام اینجا اولا ببینین و بعدش هم بریم سراغ ادامه بحث. خب دقت کنید بچه‌ها، من سینتیک شیمی براتون تعریف کردم، شاخه‌ای از علم شیمی که درباره سرعت واکنش شیمی بحث می‌کنه. شاخه‌ای از علم شیمی که درباره سرعت واکنش شیمی بحث می‌کنه. خب سرعت واکنش رو تعریف کردم بچه‌ها، منظور از سرعت واکنش میزان مصرف واکنش دهنده در واحد زمان یا میزان تولید فروردا در واحد زمان. خب واحدهای سرعت بچه‌ها چی می‌تونه باشه؟ واحدهای سرعت می‌تونه گرم بر زمان باشه، می‌تونه لیتر بر زمان باشه، مول بر زمان باشه یا مولار بر زمان باشه. خب از این دوتا بچه‌ها بیشتر استفاده میشه، از این دوتا بیشتر استفاده میشه، مول بر زمان و مولار بر زمان بیشتر استفاده میشه. خب اینجا بچه‌ها براتون توضیح دادم که سرعت متوسط مصرف ها میشه مقدار آی مصرف شده بخش بر زمان و سرعت ب میشه مقدار ب تولید شده بخش بر زمان. خب حالا اینجا بچه‌ها همون اطلاعاتی که قبلا به شما، یعنی همه حرفا زدم به صورت ریاضی میخوام بیان کنم. به چه صورت؟ خیلی ساده است، نگاه کنید، به صورت ریاضی میخوام براتون بیان کنم. خب چطوری بچه‌ها؟ حرف جدید نمیخوام بزنم، اما حرفا قبلیه، فقط ریاضی میخوام بنویسم. سرعت متوسط مصرف آ، خب ضمن بر حسب مول دارم مینویسم، این بر حسب مول هست بچه‌ها، میشه چی؟ میشه دلتای ان آ به دلتای تی. این تی بچه زمان دلتای ان آ بچه تغییرات مول آ. نگاه کنید، دلتای ان آ یعنی تغییرات مول آ. خب دلتای ان آ رو چی تعریف میکنیم؟ میشه ان دوی آ منهای ان یک آ.
یعنی چی بچه ها؟ همیشه دلتا بچه ها یعنی تغییراته و میشه حالت دوم منهای حالت اول بچه ها. یعنی در واقع وقتی میگم دلتای N میشه N2 یا منهای N1 A بچه ها. این دلتای N ها هست. خب حالا A یه واکنش دهنده است بچه ها. A که یه واکنش دهنده است لطفا بگین. همه جواب بدین. وقتی A یه واکنش دهنده است با گذشت زمان مول A کم میشه یا زیاد میشه؟ لطفا تایپ کنین. کم میشه. خب پس بچه‌ها وقتی مول آ داره کم میشه لطفا جواب بدین ان2 آ ان2 بچه ان2 آ از ان1 آ بچه‌ها به نظر شما ان2 آ از ان1 آ کوچیک‌تر یا بزرگتر؟ ببینم چی میگین. آفرین اصل، آفرین، آفرین شادی، بسیار عالی. خب وقتی ان2 آ کوچیک‌تر باشه پس این کوچیک‌تر از صفر، پس این کوچیک‌تر از صفر. خب بچه‌ها دقت کنین، یه سوال بپرسم خیلی جالبه، همه جواب بدین بچه‌ها، نمیدونم همیشه داریم. آماده این بچه‌ها؟ سرعت، سرعت همیشه مثبته همیشه منفیه یا بستگی داره؟ ببینم چی میگین. سرعت همیشه مثبته همیشه منفیه یا بستگی داره؟ نمیدونم داریم ها. آفرین، آفرین بچه‌ها گوش بدین، سرعت همیشه مثبته، سرعت همیشه مثبته. بچه‌هایی که شک داشتن گفتن بستگی داره. بچه ممکنه ما دنده عقب بریم ولی سرعت منفی نیست. بچه‌ها فکر کردن دنده عقب رفتن سرعت منفی، همچی چیزی نیست. بچه تغییرات نسبت به زمان، یه چیزی تغییر کرده، خب مقدار تغییر رو اندازه گرفتیم. سرعت هیچ وقت منفی نیست، سرعت همیشه مثبته. من یادداشتش میکنم، سرعت همواره مثبت است. بچه‌ها سرعت همیشه مثبته، سرعت هیچ وقت منفی نیست. ها فهمیدم. بعضی از بچه‌ها فکر می‌کنن وقتی مثلا ماشین داره وای میسته سرعتش منفی شده. اشتباه است. سرعتش داره کم میشه ولی سرعتش منفی نمیشه. اندش صفره که وای میسته دیگه. دیگه سرعت منفی که نداریم. دنده عقب هم که داره میره بازم سرعت مثبته ولی از اونوری داره میره. چه فرقی می‌کنه؟ آفرین، آفرین ریحانه، مرسی. بچه لطفا همه فهمیدین سرعت همیشه چیه؟ لطفا تایپ کنین سرعت همیشه نه مثبته. بچه هایی که گفتن نمیدونم لطفا دیگه همه حواستون باشه، سرعت همیشه منفیه. سلام، حالت خوبه؟ سلامتی. سرعت همیشه چیه؟ مثبته همواره. بچه اینو شک نکنین. خب حالا خوب دقت کنین بچه، نگاه کنین بچه، اینجا خیلی چیز قشنگه. گوش بدین، گوش بدین. این همیشه مثبته، سرعت همیشه مثبته. دلتا تی همیشه مثبته چون تغییرات زمانه دیگه، زمان که داره میره جلو. خب این همیشه مثبته، این هم همیشه مثبته. خب دلتای اینا منفی شده. خب پس بچا برای که این طرف و این طرف با هم مساوی بشن اینم هم همیشه مثبته، پس میام اینجا چیکار میکنیم بچا؟ یه منفی میذاریم جلوی دلتای اینا، یه منفی میذاریم. اون منفی برای چی میذاریم؟ برای که سرعت رو مثبت کنه، چون آ در حال مصرف شدن و در حال کم شدن، دلتاش منفیه. بچا متوجه شدین چرا این منفی رو اینجا گذاشتم؟ چون سرعت همیشه مثبته، پس باید دیگه منهای دلتای ان آ به دلتا تی. این مخصوص واکنش دهنده است. بچا برای واکنش دهنده باید این منفی رو بذاریم. اینجا می‌نویسم بچا، برای واکنش دهنده ها بایستی علامت منفی بذاریم. اوکی بچه ها فهمیدین؟ برای واکنش دهنده باید علامت منفی بذاریم چون سرعت همیشه مثبت هست. بچه ها این خیلی خیلی مهمه. بچه ها این آیتمی که الان اینجا نوشتم و بعضی از بچه ها حضور ذهن نداشتن و اطلاع نداشتن، حتما بچه ها بهش توجه داشته باشین. سرعت همیشه مثبت. خب اینو بچه براتون نوشتم، بیام قسمت بعد. خب حالا بیام سراغ فراورده آ میدهد به. این یه واکنشه. خب من نیستم سرعت متوسط تولید به. خب سرعت متوسط تولید به چی میشه؟ میشه دلتای NB به دلتای T. خب دلتای NB چی میشه؟ میشه N2B منهای N1B. بچه ها سال B واکنش انداز فراورده؟ فراورده. این که سال خودم جواب دادم دستم در نکنه. لطفا بگین به نظر شما دلتای NB، دلتای NB مثبت یا منفی؟ دلتای NB بچه ها مثبت یا منفی؟ آفرین، دلتای NB مثبته. دلتا ان بی مثبته چون فراورده است، داره تولید میشه. حتما ان دو بی از ان یک بی بزرگتره چون داره تولید میشه، فراورده است. نتیجه جالب بچه ها، چون مثبته پس اینجا دیگه علامت مثبت، دیگه علامت منفی نمیذاریم و همین خاطر برای فراورده ها همینه بچه ها. برای فراورده
ها برای فرآورده ها از علامت منفی استفاده نمی کنیم. خب ببینیم بچه اینو ببینیم خب خوب توجه کنیم. برای واکنش آ میدهد بی، آر آ میشه منهای دلتای انه به دلتا تی. برای فراورده ها آر بی میشه دلتای انه بی به دلتا تی. بچه ها سرعت متوسط مصرف ها سرعت متوسط تولید به این واکنش دهنده است، این فراورده است بچه ها. پس اینجا منفی داریم اینجا مثبت، این فرق واکنش دهنده و فراورده است بچه ها. برای واکنش دهنده علامت منفی رو باید بزنیم، برای فراورده منفی نیازی نیست بچه ها. اینو من بعدا ازش استفاده خواهم کرد. خب بعد تا اینجا که گفتم همه فهمیدین؟ رد بشم از این قسمت؟ خب بسیار عالی، مرسی بچه ها. خب خدا رو شکر، بسیار عالی. خب بچه ها میخوایم بریم مسئله حل کنیم، ولی قبل از اینکه بریم مسئله میخوایم یک یادگاری بهتون میگم. حتی اگر تو کلاس های من نبودین و اصلا نیومدین سبقت، اینو به عنوان یادگاری داشته باشین، خیلی خیلی کمکتون میکنه توی حل مسائل شیمی. خوب دقت کنین، خیلی قشنگه. گوش بدین، اینجا گوش بدین. خب واحدهای اندازه‌گیری مقدار. بچه ما وقتی میخوام مقدار اندازه بگیریم، واحدهای اندازه‌گیری مقدار این چهار تا هستن: مول، جرم، حجم یا تعداد. بچه نگاه کنید، کلا وقتی میخوام مقدار یک ماده رو در شیمی بیان کنیم، یا مولش رو میگیم، یا جرمش رو میگیم، یا حجمش رو میگیم، یا تعدادش رو میگیم. مثلا میگیم 10 گرم، خب داریم مقدارش رو میگیم. میگیم 1/10 مول، داریم مقدارش رو میگیم. میگیم مثلا 20 لیتر، داریم مقدارش رو میگیم. میگیم بچا مثلا 6.2 ضرب در 10 به توان 21 عدد مولکول، داریم مقدارش رو میگیم. به همین خاطر بچا شما وقتی میخوان خدمت عرض کنم که مقدار رو اندازه بگیرین، اینا واحدهای مقدار هستن، همین 4 تا. در تمامی مسائل شیمی همیشه این 4 تا رو بیان میکنن. این میشه چی؟ این میشه مقدار اون ماده. خب حالا یکی از کارهای مهمی که شما همیشه تو حل مسائل شیمی دارین، این چهار تا رو به هم تبدیل کنین. خب برای تبدیل اونا به هم دیگه بچه‌ها، سرعت عمل شما خیلی خیلی مهمه. خب میدونه از این چهار تا کدوم از همه مهمتره؟ مول. مول از همه مهمتره، واحد اصلی بچه‌ها در شیمی مول هستش. خب حالا من میخوام بهتون یک مطلب جالب بگم. نگاه کنین، من میام مول رو این وسط میذارم. خب مول رو این وسط میذارم، اینجا مینویسم جرم، اینجا مینویسم حجم، اینجا مینویسم تعداد. حالا این جرم، این حجم، این تعداد، این هم مول. خب حالا این چهار تا رو نوشتم بچه ها. مول رو وسط قرار بدین، واحد اصلی بچه ها. نکته قشنگش اینجاست که کمتر بهش توجه میشه، اونم اینه که همیشه و بدون استثناء، خیلی جالب بچه ها، همیشه و بدون استثناء، کلا چیزایی که استثناء نداره خیلی جالب هستن، چون اینو تو ذهنمون ازش استفاده خواهیم کرد. همیشه و بدون استثناء مقدار مول یک ماده از نظر عددی از تعدادش، از جرمش و از حجمش کوچکتره. بدون استثناء سبکترین ماده موجود در جهان هیدروژنه که جرم مولش 2 گرم بر مول، یعنی یک مولش 2 گرمه. پس هیچ وقت بچه‌ها مول یک ماده، مول یک ماده از جرمش، از حجمش یا از تعدادش بزرگتر نیست، همیشه کوچکتره. خب ممکنه بگیم به چه درد میخوره؟ دردش اینه، نگاه کنید، شما از مول بخواید برید به تعداد، از مول بخواید برید به جرم، از مول بخواید برید به حجم، چون باید عددتون بزرگتر بشه حتما باید ضرب کنین. یعنی مول به تعداد ضرب در عدد آووگادرو 6.2 ضرب در 10^23، مول به جرم ضرب در جرم مولی، مول به حجم ضرب در حجم مولی 22.4. خب حالا اگه خواستیم مول رو به دست بیاریم برعکسش، حتما باید تقسیم کنیم بدون استثناء، حتما. یعنی از حجم بیایم به مول، از جرم بیایم به مول، از تعداد بیایم به مول، حتما باید تقسیم کنیم. تقسیم بر عدد آووگادرو 6.2 ضرب در 10^23، تقسیم بر حجم مولی 22.4، تقسیم بر جرم مولی. پس بچه من دیگه فکر نمی کنم، همون میخوام مول رو به دست بیارم حتما با تقسیم میکنم، همون میخوام باز یا از مول به هر کدوم برسم حتما با ضرب کنم. این همیشه ثابته. نگاه کنید ببینید، مثلا توی یه تستی به شما همچی چیزی میدن، مثلا میگن که 1/10 مول H2O داریم. خب من سعی میسم 1/10 ضرب در 18 گرم آب، سری دیگه مثلا معطلش نمی کنم اگه بخوام به جرم تبدیل کنم، میسم 1/10 ضرب در 6.2 ضرب در 10^23 مولکول آب.
به راحتی ضرب میکنم. نگاه کنید، به شما میگن 0.2 مول گاز هیدروژن داریم. من سری میزنم در شرط استیپی 0.2 ضرب در 22.4 لیتر هیدروژن دارم. دیگه فکر کردن نداره دیگه. هی بچه‌ها باز روش خطی کدوم صورت کدوم مخرج اینا بزنیم کنار. شما کنکور بدین، سری باید انجام بدین اینو. خب برعکسش بچه‌ها نگاه کنید، برعکسش. به شما میگن 5.6 لیتر گاز اکسیژن داریم. شما سری باید بگین بچه‌ها در شرط استیپی خب میگین 5.6 تقسیم بر 22.4 مول داریم. دیگه نمیخواد بنویسین 5.6 لیتر رو باز کسر تبدیل بذارید، اینا بزنین کنار دیگه. 5.6 تقسیم بر 22.4 مول تموم شد. به شما میگن 4.6 گرم سدیم داریم. خب شما باید بگین 4.6 تقسیم بر 23 مول سدیم داریم. چرا؟ چون میخوام به مول برسیم، حتما ما تقسیم کنیم، تقسیم بر جرم مولی. همه فهمیدی بچه شد؟ پس لطفاً هر موقع خواستیم از مول به هر چی برسیم باید ضرب کنیم، چون باید بزرگتر بشه. هر موقع خواستیم مول رو به دست بیاریم کنیم تقسیم بکنیم. همه فهمیدی چطور شد بچه این قسمت؟ خب اینو براتون اینجا نوشتم، دستم درد نکنه، تشکرم لازم نیست بچه‌ها. اینو براتون اینجا نوشتم، نگاه کنیم بچه‌ها. از مول به هر کدوم بخوام باید ضرب کنیم. هر موقع بخواستیم به مول برسیم باید چیکار کنیم؟ تقسیم میکنیم. اینو انشالله بعدا در اختیارتون قرار میدم. خب بیام سراغ حل مسئله. خب میخوام مسئله حل کنم بچه‌ها. ببینم آمادگی داریم بچه‌ها؟ مسائل سینتیک میخوام شروع کنیم بچه‌ها. آماده این شروع کنیم؟ آماده این؟ بله، مرسی اکرم. پر انرژی بچه، پر انرژی، قوی. خواب یا بیدار؟ خوابی نبیدار؟ نه بیداریم، خودش بیداریم، خودش بیداریم. بعضی موقع بچه ها چور میزنن ولی همه بیدارین. آفرین. خب خدمت هست کنم که میخوام مسئله حل کنیم. خوب دقت کنیم، خواهش بهم تمرکز کنیم. این جلسه و جلسه بعد شادم درسی و نمیدونم بچه ها برای میخوام بهتون سینتیک رو کامل درس بدم. 3 جلسه هم فرصت داریم. من دیگه براتون با توجه به تایمی که در اختیارتون قرار گرفتم بچه ها میخوام درس بدم. سمنن سوالات کنکور 98 و 99 و 400 هم میخوام حل کنم، سوالات سینتیک شو بچه ها، تا شما دیگه کامل متوجه بشین که بابا جون هم 99 که بسیار سخت بود، هم 1400 همین یه ماه پیش برگزار شد، یه ماه هم نشد، هنوز تو تیر ماهیم. خدمت عرض کنم که ببینین چقدر جالبه. میخوام سوالات کنکورم براتون حل کنم، یعنی خودتون حل کنین، من فقط بهتون درس میدم و خودتون بون نگرش خواهید رسید. خب لطفاً خدمت عرض کنم که لطفاً به سوالات من جواب بدید. خب دقت کنین، سوال اول، در واکنش سوختن منیزیم اگر در مدت زمان 30 ثانیه 6 گرم منیزیم بسوزد، سرعت متوسط مصرف منیزیم بر حسب مول بر دقیقه چقدر خواهد؟ خب ببینید بچه ها، خوندن سوال اولین آیتم و مهمترین قسمت بچه ها در حل یک مسئله است که سوال رو با دقیق و کامل و سریع بکنیم، نه خیلی سریع که قسمتاشو از دست بدیم، نه خیلی یواش که وقتمون گرفته بشه. با یه ساعت متناسب بچه ها که خب اینو بخونیمش. حالا ساعت سوال خوندیم. من میخوام مسائل مربوط به سرعت رو بچه ها به 2 دسته تقسیم کنم. مسائل مربوط به سینتیک رو به 2 دسته تقسیم کنم. خوب دقت کنید. 1. مسائلی که توشون سرعت رو داده، مسائلی که توشون سرعت رو میخواد بچه ها. لطفا توجه کنید. من اینو اینجا یادداشت کنم که شما بعدا چون این تخته رو اینو وایت بورد رو بعدا در اختیارتون قرار میدن اینجا براتون می‌نویسم بچه ها. می‌نویسم مسائل سینتیک را به 2 دسته تقسیم می‌کنیم. به 2 دسته تقسیم می‌کنیم. اینو اینجا بالا می‌نویسم بچه ها. به 2 دسته تقسیم می‌کنیم. 1. مسائلی که سرعت را می‌خواهد. 2. مسائلی که سرعت رو میده. ببینید چه خیلی جالبه، نظم میده به ذهنتون. ببینید مسئله سرعت رو داده یا سرعت رو میخواد. حالا هر چی، سرعت هر مادی مهم نیست بچه‌ها، همین فقط بچه‌ها اینو بده. خب یک بچه‌ها میگه آقای محمد اینا چه فرقی دارن، با چیکار کنیم؟ الان بهتون میگم. فقط قبلش بچه‌ها یه سوال بپرسم. خب الان تو همین سوالی که براتون نوشتم، از کجا اومد؟ خب بچه‌ها تو همین مثال 1 لطفاً همه تایپ کن. تو مثال 1 سرعت دادی یا سرعت میخواد؟ بگی لطفاً. مرسی سارا، لطفاً فقط اندم بجام. سرعت میداد یا سرعت دادی یا سرعت میخواد بچه‌ها؟ سرعت میخواد.
خب بچه‌ها سرعت وقتی میخواد، وقتی سرعتی میخواد. نکته بعدی بچه‌ها، ببینید سرعت چه ماده‌ای رو میخواد؟ سرعت منیزوم رو میخواد بچه‌ها. ببینید سرعت منیزوم رو میخواد. پس ما آر ام جی رو میخوایم. خب بس به بچه‌ها چه واحدی میخواد؟ بر حسب مول بر دقیقه. گفتم بچه‌ها چند دقیقه پیش براتون گفتم همیشه واحد سرعت رو شما میدونن، پس نگران نباشید. خودش گفته بر حسب مول بر دقیقه. پس سرعت منیزوم بر حسب مول دقیقه میخواد. یه سوال بچه‌ها، اطلاعات چه ماده‌ای رو به ما داده؟ داده‌های چه رو ما داده؟ یعنی چی داده‌های چه ماده رو؟ بچه‌ها الان مقدار منیزومی که سوخته رو داده، چه جالب، سرعت منیزوم میخواد، داده‌های منیزوم رو داده، اطلاعات منیزوم رو داده. خب بچه‌ها دقت کنین، الان سرعت منیزوم می‌خواسته، داده‌های منیزوم هم داده. پس الان ما سرعت همون ماده رو می‌خوایم که داده‌هاشو داریم. پس ما نیازی به معادله شیمیایی نداریم. این خیلی خیلی مهمه که شما توی مسئله سینتیک دقت کنین، داده های چه ماده رو داده، سرعت چه ماده رو خواسته. ما مال یه ماده است یا مال دو ماده است؟ اگه این دو تا مال یه ماده بود، الان اطلاعات منیزوم داده، سرعت منیزوم خواسته، خب بس نیاز به معادله نداریم. ما چه موقع بچه معادله نیاز داریم؟ وقتی داده های یه ماده دیگه به ما داده و سرعت یه ماده دیگر خواسته. مثلا تو همین سوال بچه ها، بیا داده های منیزوم بده، مقدار منیزوم بده، ولی بگه سرعت اکسیژن چقدره. اونجا دیگه نیاز به معادله داریم که بعدا براتون حل میکنم. خب پس اینو متوجه شدید بچه ها؟ ما همیشه باید کنترل کنیم ببینیم داده های چه ماده رو داده، سرعت کدوم ماده رو خواسته. خب حالا قسمت آخر بچه ها، لطفا گوش بدین. خب برای حل این سوال بچه ها دقت کنید، برای حل این سوال مسئله که سرعت رو میخواد، مسئله که سرعت رو میخواد بچه ها چیکار بکنیم؟ فقط توجه ببخشید، من اشتباه نوشتم، فقط توجه به واحد سرعت. همین بچه، وقتی مسئله سرعت رو میخواد فقط به واحد سرعت توجه کنیم. بسیار بسیار ساده است، هیچ چی دیگه نمیخواد انجام بدین. نگاه کنیم، فقط به واحد سرعت نگاه کنیم. چطوری؟ علامتو میگم. سرعت منیزوم میخواسته، بله به واحدش نگاه کنیم. چی خواسته بچه؟ مول بر دقیقه. الان مول بر دقیقه خواسته، خب از مول بر دقیقه تقسیم کنیم دیگه. چند گرم منیزوم داشتیم؟ 6 گرم منیزوم داشتیم. پس 6 24 مول دقیقه. چقدر زمان داشتیم بچه؟ 30 ثانیه. 30/60 دقیقه. نگاه کنید بچه ها، خیلی ساده، چون مول بر دقیقه خواسته، من اومدم مول رو بر دقیقه تقسیم کردم. همین تناسب نباید ببندیم بچه ها. لطفا اگه ساعت خواسته بود به هیچ عنوان تناسب نمیبندیم. لطفا هر چی گفتم به حرفم بکنید تا شما به یه نگرش برسین. اگر از شما سرعت خواسته بود نباید تناسب ببندی، اینقدر زمان اینجوری، اینقدر زمان چجوری، این به درد نمیخوره. قاطی پاتی میکنی، به واحدش نگاه میکنه، مول بر دقیقه. خب مول بر دقیقه تقسیم میکنه، خب چون گرمه بر 24 تقسیم میکنه میشه مول، این چون ثانیه است بر 60 تقسیم شد چی؟ زمان. خب جواب این بچه ها، جواب این میشه نیم، که بعضی از بچه ها به جواب رسیده بودن. آفرین. همین بچه ها، من سرعت مصرف منیزوم به دست بودم، نیم مول بر دقیقه. خب بچه ها همه فهمیدید چیکار کردیم؟ بسیار عالی بچه ها. یه خورده ببخشید من بعضی اینجا بیشتر توضیح دادم، چون میخواستم همه بچه ها متوجه بشن. الان ما تعدادی از بچه ها سر کلاس هستن و من خب چند از بچه ها واقعا اطلاعات خیلی خوبی دارم، ولی مجبورم که توضیح کامل‌تری بدم. خب پس این شد بچه ها روش حل سوال. در مسائلی که سرعت رو میخواد همیشه همین کار انجام میدیم. بریم سراغ سوال بعد بچه ها. ای بابا این از کجا میاد؟ اینجا میتونه بیاد؟ دست در نکنه، میگم یه آوردش اینجا مزاحم وای. خب دقت کنید بچه ها. خب از این نکن دیگه اومد. خب بچه سوال دو، یه خود سریع‌تر حل میکنم که وقتتون کم در گرفته بشه و خسته نشین. در واکنش فلز آلومینیوم با محلول سولفوریک اسید بچه ها، چنانچه در 20 ثانیه دوم از شروع واکنش بچه ها 5.6 گاز هیدروژن در شرط استیپی تولید شود، سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن به مول بر دقیقه چقدر؟ به سوالات من جواب بدیم بچه همه. سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ سریع لطفا. سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ سرعت خواسته. آفرین. سرعت خواسته. سرعت چه ماده رو خواسته بچه ها؟ سرعت کدوم ماده رو خواسته؟ سرعت کدوم ماده رو خواسته؟ آفرین. سرعت هیدروژن. سرعت هیدروژن. اطلاعات کدوم ماده رو خواست داده؟ بازم هیدروژن. بچه جالبه، اینجا نوشته، نگاه کنید بچه، اینجا نوشته آلومینیوم،
اینجا نوشته سولفوریک اسید، برای رد گم کنی، برای که شما رو به هم بریزه، مهم نیست. اطلاعات هیدروژن داده، سرعت هیدروژن خواسته، اصلا مدتا کاری نداریم. پس شما نباید بچه درگیر مواد علکی بشین، اینا میخوان شما رو به هم بریزن. خب پس من سرعت هیدروژن رو میخوام، پس آره پاشتو. خب بر حسب چه بایدی؟ بر حسب مول بر دقیقه. خب بچه ها کافیه مول هیدروژن رو بر دقیقه تقسیم کنم. خب چقدر داشتیم هیدروژن؟ 5.6. پس 5.6 تقسیم بر 22.4 مول دقیقه. چقدر ثانیه داشتیم بچه ها؟ 20 ثانیه. 20/60 دقیقه. خب یه توضیح باید بدم. وقتی میگه 20 ثانیه دوم، بچه ها 20 ثانیه یعنی 40 ثانیه نیست ها، 20 ثانیه دوم یعنی توی 20 ثانیه شروع واکنش، یعنی اگه من بیام همچی کاری انجام بدم. نگاه کنیم بچه ها. خب این زمانه بچه ها. این محور زمان، مثلا اینجوری بچه ها. اینجا 0 باشه، اینجا 20 باشه، اینجا 40 باشه، اینجا 60 باشه، اینجا 80 باشه، اینجا 100 ثانیه باشه. خب بچه ها 20 ثانیه اول، این 20 ثانیه اول، 20 ثانیه دوم، 20 ثانیه سوم، 20 ثانیه چهارم. اگه بگه بچه ها، اگه بگه تا پایان 20 ثانیه دوم یعنی 40 ثانیه، ولی وقتی میگه 20 ثانیه دوم یعنی که بچه ها 20 ثانیه است. میدونی مثل چی مونه؟ مثلا من به شما میگم بچه ها تو 30 دقیقه دوم کلاس امتحان میگیرم. وقتی میگم توی 30 دقیقه دوم کلاس امتحان میگیرم، نه که بچه‌ها امتحان تو 60 دقیقه است، نه خیر، امتحان 30 دقیقه است، تو 30 دقیقه دوم میخوام امتحان میگیرم، 30 دقیقه اول امتحان نیست. اینم دقیقاً همینطوری است بچه‌ها. پس این میشه بچه‌ها این قسمت. خب جواب این چند میشه؟ جواب این برابر میشه با 1/4، مخرج میشه 1/3، میشه 3/4، میشه 3/4 که میشه 75 مول بر دقیقه. خب پس ما الان سرعت مصرف هیدروژن رو بچه ها ازغام سرعت تولید هیدروژن رو به دست آوردیم. همه اوکی هستیم بچه ها؟ بسیار عالی. آتنا مرسی، آتنا مرسی، مرسی بچه ها. همه فهمیدین؟ اوکی رد میشیم. سال 3، در واکنش تجزیه دینیتروژن پنتاکسید در زمان های 5 و 7 دقیقه از شروع واکنش، در زمان های 5 و 7 دقیقه از شروع واکنش به ترتیب 1.2 و 1.8 مول گاز اکسیژن تولید شده است. بچه جالبه. پس بچه نگاه کنین، شما باید بگین بچه تو زمان 5 1.2 تولید شده، تو 7 1.8. یعنی اومده گفته توی 5 چقدر تولید شده، تو 7 چقدر تولید شده. بعد چی خواسته؟ گفته سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن بر حسب مول بر ثانیه چقدره. خب سرعت داده یا سرعت خواسته؟ سرعت خواسته. سرعت کدوم ماده؟ اکسیژن. بر حسب چه بایدی؟ مول بر ثانیه. اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اکسیژن. پس ما نیازی به معادله نداریم. پس بچه ها خیلی ساده می‌نویسیم R O2. بر حسب چه بایدی خواسته؟ مول بر ثانیه. خب پس بچه ها من باید مول بر ثانیه تقسیم کنم. خب چقدر بچه ها از 1.2 رسیده به 1.8، چقدر تولید شده در این بازه زمانی؟ 0.6 مول. لطفا توجه کنید، در این بازه زمانی تغییراتش چقدر بچه ها؟ در این بازه زمانی چقدر تولید شده؟ 0.6 مول. زمان از 5 تا 7 چند دقیقه؟ از 2 دقیقه بچه ها. چون اینجا ثانیه خواسته، پس 2 ضرب در 60 ثانیه. نگاه کنید، مول بر ثانیه خواسته، منم مول بر ثانیه تقسیم کردم، همین 0.6 تقسیم بر 2 ضرب در 60. بچه ها جواب این چند میشه؟ جواب این میشه 5/1000 مول بر ثانیه. اینم سرعت متوسط تولید اکسیژن بر حسب مول بر ثانیه. درست حساب کردم؟ 1/200 که میشه 5/1000. آتنا آفرین، ملیکا بسیار عالی. بچه ها everything همتون فهمیدین؟ everyone از کجا اومد؟ 0.6. بله 0.6. خوب دقت کنین، کدوم یکی از بچه ها پرسید؟ بچه ها لطفا کدوم یکی از بچه ها پرسید؟ کیمیا. کیمیا گوش بده، کیمیا گوش بده. این محور زمان. خب بچه ها این دقیقه، اینا هر کدوم یه دقیقه است، اینا هر کدوم یه دقیقه است. خب اینا هر کدوم یه دقیقه است. خب دقیقه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب کیمیا جواب بده، تو دقیقه 5 چقدر اکسیژن تولید شده؟ 1.2. تو دقیقه 7 چقدر تولید شده؟ 1.8 مول اکسیژن تولید شده. خب حالا در این بازه زمانی سرعت رو از ما خواسته. کیمیا جواب بده، در بازه زمانی 5 تا 7 دقیقه از ما سرعت خواسته. خب در این بازه چقدر اکسیژن تولید شده؟ در این بازه چقدر اکسیژن تولید؟ ما در همون بازه اکسیژن با تغییرات اکسیژن به دست بیاریم. کیمیا جواب بده، ما
ما تو این بازه از 1.9 به 1.8 رسیده اکسیژن تولید شده چقدر 0.6. پس ما در این بازه بچه‌ها در اینجا 0.6 مول اکسیژن تولید شده. خب زمان چقدر بوده؟ 2 دقیقه. ما نباید قبلش رو در نظر بگیریم، ما در همین بازه میخوایم سرعت رو حساب بکنیم. آفرین. شما با تغییرات رو در همون بازی زمانی پیدا بکنید. مثلا خوب دقت کنید بچه‌ها، من فرض کنید یه نفر از بچه‌ها داره میره مسافرت با ماشین خودشون، هم از مشهد راه افتاده داره میره تهران. بهشون میگیم که سرعت متوسط حرکت شما در فاصله نشابور تا سبزوار چقدره. وقتی من میگم در فاصله نشابور تا سبزوار، شما باید مسافت نشابور تا سبزوار رو تقسیم بر زمان همون بکنید. به کل مسافرت که کاری نداریم، ما فقط همون بازی برام مهمه. اینجا دقیقا همینه، شما در همین بازی تغییرات رو بر واحد زمان باید بر زمان همونجا با تقسیم کنیم. اوکی؟ خب بسیار عالی بچه ها، رد بشیم. سال 4، در واکنش تجزیه کلسیم کربنات اگر سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن 0.4 مول بر دقیقه باشه، بچه ها سرعت متوسط تولید گاز کربنات 0.4 مول بر دقیقه است. بچه همه جواب بدین، سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ همه. آفرین، سرعت رو داده. خب بچه ها وقتی سرعت رو داده، لطفاً تناسب خدمتتون، لطفاً دیگه از رابطه نرینا، دیگه باید تناسب ببندیم. دقت کنید من اینجا براتون می‌نویسم دوباره اینجا. خب وقتی سرعت رو میده تناسب می‌بندیم. خب بچه این تناسب رو ما با استفاده از روش سگام می‌بینیم. روش سگام بچه‌ها یه روش فوق‌العاده است بچه‌ها برای حل مسائل شیمی، که این روش مال خودم هست، ابداعی خودم هست بچه‌ها، واقعا عالیه. من کاملش رو بعداً به شما درس میدم، ولی فعلا بچه‌ها چون روش سگامو کامل به شما درس دادم، تناسبای ساده می‌نویسم براتون که درس امروز رو کامل بفهمید، ولی در آینده از اینی که الان بهتون میگم راحت‌تر درس رو جواب خواهید داد. پس بچه‌ها من مسائل سینتیکو به دو دسته درس می‌گم. اگه سرعت خواسته بود فقط به واحدش نگاه میکنین، اگه سرعت داده بود تناسب میبندین. برای هر دو نباید تناسب ببندین، فقط برای پایینی باید تناسب ببندین. خب حالا برمیگردیم به سر درس خودمون. خب سرعت داده آره 3.2 چقدر؟ 0.4 مول بر دقیقه. خب حالا دقت کنیم، در مدت زمان 300 ثانیه چند گرم گاز کربن دی اکسید تولید خواهد شد؟ ببینید بچه‌ها الان سرعت کربن دی اکسید داشته، مقدار کربن دی اکسید خواسته. آیا نیاز هست بچه‌ها از معادله شیمی استفاده کنیم؟ نه، ما بازم به معادله نیاز نداریم. ببینید چون سرعت و مقدار مال یک ماده است. خب یه تناسب خیلی ساده می‌بینید بچه‌ها. این الان به ما چی میگه بچه‌ها؟ این الان به ما میگه که هر یک دقیقه 0.4 مول گاز CO2 تولید میشه تو این فرآیند. خب حالا ما چقدر داریم بچه‌ها؟ 300 ثانیه داریم. حالا که ما 300 ثانیه داریم بچه‌ها، این 300 ثانیه رو ما باید به دقیقه تبدیل کنیم، چون اینجا دقیقه است بچه‌ها. تقسیم بر 60 می‌کنیم تا بشه چی؟ ثانیه، دقیقه بچه‌ها. پس این میشه 300 تقسیم بر 60 دقیقه، که میشه چی بچه‌ها؟ میشه همون 5 بچه‌ها. خب چقدر؟ خب این جوابی که به دست میاد بس مول به دست میاد، یعنی بس مول به دست میاد، این 5 دقیقه است بچه‌ها. 5 تا 4 تا 20 تا میشه 2 مول. پس عملا چند مول CO2 تولید خواهد شد بچه‌ها؟ اینا هر یه دقیقه 14 مول، 5 دقیقهش میشه 5.14 که میشه چقدر بچه‌ها؟ 2 مول. خب الان از ما چی خواسته؟ گرم خواسته. پس من میتونم بنویسم گرم CO2 برابر میشه با 2 ضرب در 44 گرم، که میشه 88 گرم. خب پس من چیکار کردم؟ مولی که بچه ها در اینجا یه تناسب نوشتم و به گرم CO2 رسیدم. من از روی تناسب معمولی رفتم. روش سگام بچه ها روش بسیار جالبی که میخوام اونم براتون بنویسم. موافقه بچه ها روش سگام شما بنویسم؟ خب بله ریحانه جان، ببین روش خطیش هم میشه نوشا، ولی دیگه روش خطی بچه برای کنکور به درد نمیخوره. ما روش خطی کلا میذاریم کنار چون خیلی وقتمون گرفته میشه. از روش سگام برم بچه ببینید چقدر این مسئله راحت حل میشه. روش سگامش بچه گوش بدید، روش سگام آر سه و دو چقدر بچه؟ آر سه و دو چه گفته؟ 0.4 مول بر ثانیه. 0.4 مول بر ثانیه، مول بر دقیقه ببخشید، مول بر دقیقه. خب ببینید وقتی بچه مول بر دقیقه است، یعنی هر یه دقیقه 0.4 مول. روش سگام اینطوریه، اینجا می‌نویسین زمان
اینجا می‌نویسین سه و دو. هر بچا ساعت هر ماده داده اینجا می‌نویسین گام اول، گام دوم، گام سوم. خب بچا الان طبق این میگین هر یه دقیقه زمان 14 مول. این گام اوله بچا، یعنی همونو که گفته تو این قسمت نوشتم. خب دقت کنید اینجا چون اینو ثانیه داده بود، پس یک ضرب در 60 ثانیه به جای این مو، به جای این دقیقه بچا من 60 ثانیه گذاشتم، اینو به ثانیه تبدیل کردم و گام سومم 300 ثانیه. خب اینو گرم خواسته 14 ضرب در 44 گرم، به جای این مول گرمشو گذاشتم چون گرم خواسته بود. حالا اینجا ایکس میذارم، شما این تناسب رو حل میکنید دیگه بچه. خب بچه هر 60 ثانیه 14 ضرب در 44 گرم 32 طوری شده. 300 ثانیه چقدر بچه؟ خب الان 60 شده 300، 5 برابر شده. اینم 5 برابر کنیم بچه. اگه شما اینو 5 برابر کنین جوابش میشه 88 گرم، جواب آخرش. پس این روش سگام میشه، گام اول، گام دوم، گام سوم. اینو من بعداً براتون کامل درس خواهم داد بچه ها، به صورت مفصل با روش سگام آشنا میشین بچه ها. بسیار بسیار جالبه، نگران نباشین، حتما این قسمت ها رو یاد میگیرین بچه ها. متوجه شدین تا حدود چطوری شد؟ مرسی. آه 44 ببخشیم بچه ها، 43 و 2 بچه ها، 3 و 2 44 گرم برماله، من یادم رو بچه ها. از ذهنی گفتم بچه ها، 3 و 2 44 گرم برماله. لطفا حتما اگه اشکالی براتون شده زود به من بگین. خب من دوباره سگام بهتون میگم بچه ها، دقتون اگه سگام متوجه نشون اشکال نداره، اصلا سگام خودش یه درسه بر خودش، 4-5 درسه. من سگام بهتون درس میدم هم تو دهم هم تو 11، برای همین بچه اونو خدمتتون کنم که بعدم بهتون میگم. اینم که گفتم 5 شده، اصلا بچه ها روش جواب دادن بود بچه ها. ما وقتی میخوام اینو جواب بدیم 60 شده 300، این 5 برابر شده، من اینم ضرب در 5 کردم. یعنی بچه ها برای که ایکس رو به دست بیارم به جای که طرف معلوم رو بخش بر ضریب مجرور کنم از این روش رفتم، این 5 برابر شده، اینم 5 برابر میکنم. 14 ضرب در 8 ضرب در 44، 14 ضرب در 44 ضرب در 5. این 5 بچه ها چون این 5 برابر شده، اینم 5 برابر شده. خب 5 4 تا 20 تا، یعنی میشه 2 بچه ها، 2 تا 44 تا 88. اینا روش محاسبات هست که من بعداً یواش یواش ضمن که درس بدم به شما یاد کنم. اوکی خب میریم جلو بچه ها. ها روش سگام یه بعد دیگه بچا، گام اول از اون خود سرعت می‌سیم هر یه دقیقه 14 مول، چون اینو ثانیه خواسته بود من به جای ثانیه به جای دقیقه 60 ثانیه گذاشتم، گام سومم 300 ثانیه، چون اینو گرم خواسته بود به جای مول گرم گذاشتم، گام سومم ایکس گذاشتم و به راحتی به جواب آخر رسیدم. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب سوال 5 بچا، سوال 5 در واکنش سوختن اتان، در واکنش سوختن اتان اگر سرعت متوسط مصرف گاز اکسیژن 0.02 مول بر ثانیه باشه، بچا سرعت متوسط مصرف اکسیژن 0.02 مول بر ثانیه باشد، در مدت زمان 2 دقیقه چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط استیپی تولید خواهد شد؟ لطفاً جواب بدین. سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ همه لطفاً سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ آفرین، سرعت داده. سرعت کدوم ماده رو داده؟ اکسیژن. اطلاعات کدوم ماده رو خواسته؟ بازم اکسیژن. آیا نیاز به واکنش داریم؟ نه، نیاز به واکنش نداریم. پس من اینجا می‌نویسم بچه RO2 هست 0.02 مول بر ثانیه. خب الان چی خواسته بچه ها؟ حجم خواسته، حجم O2 رو از ما خواسته بر حسب لیتر، بر حسب لیتر خواسته. خب بچه ها از روش سگام برم یا از روش تناسب برم یا هر دو؟ کدوم؟ سگام، تناسب یا هر دو؟ هر دو، سگام، سگام، هر دو. باشه از هر دو میرم چون هر دو همون زیاد بودن. هر دو، هر دو. اول می‌نویسیم بچه ها هر یه ثانیه 0.02 مول اکسیژن تولید میشه. خب حالا که ما چقدر داریم بچه ها؟ 2 دقیقه داریم، 2 دقیقهش میشه 120 ثانیه. حالا که من 120 ثانیه هم چقدر بچه ها؟ خب میشه 2 ضرب در 120 بچه ها. خب خب این یه ممیزش که میره، 2 تا 12 تا میشه 24 تا میشه 2.4 مول، 2.4 مول. پس بچه ها ایکس میشه 2.4 مول. حالا لیترش رو خواسته، لیتر O2 میشه 2.4 ضرب در 22.4 لیتر. خب 2.4 ضرب در 22.4 این عددی که ما به دست میاری بچه ها که مقدار چی هست بچه ها؟ مقدار حجم اکسیژنی که تولید میشه که دیگه عدد شو چند میشه بچه ها؟ 53 و 76. مرسی،
53 و 76 لیتر. این روش تناسبه، یعنی اول تناسب واسه مول به دست آوردیم و بعد مول به 8 تبدیل کردم. این روش تناسب. روش سگامشو بدم بعد اگه اشکال داشتین براتون توضیح میدم. روش سگام آر او دو رو داده چقدر؟ 200 مول بر ثانیه. خب اینجا می‌نویسیم زمان، اینجا می‌نویسیم بچه‌ها او دو، گام اول، گام دوم، گام سوم. خب بچه طبق گام اول هر یک ثانیه، هر یک ثانیه 200 مول. خب بچه اینجا یک ثانیه 2 دقیقه. خب بچه چون این دقیقه است، این ثانیه است، اینو ضرب در 60 میکنم. بچه نگاه کنید، همیشه ما واحد بزرگ به واحد کوچیکی تبدیل میکنیم، چون بالا ثانیه است و پایین دقیقه است، پس ضرب در 60 اش کردم. خب 200 ضرب در 22.4 لیتر. دقت کنید بچه‌ها، به جای مول حجمشو گذاشتم. تو روش سگام اینطوری بچه‌ها، تو گام اول اگه مول داریم، تو گام دوم اگه لیتر بود به جای مول 22.4، اگه گرم بود به جای مول جرم مولیشو میذاریم بچه‌ها، و اینجا هم یه ایکس میذاریم. ایکس هم شما الان بچه‌ها این تناسب رو حل می‌کنید، هر یک ثانیه اینقدر لیتر، 2 ضرب در 60 که همون 120 ثانیه است، چقدر بچه‌ها؟ که این جوابش میشه همون 53.76. اینم روش سگام. خب اوکی بچه ها، همه فهمیدین؟ بسیار عالی بچه ها. این در واقع سینتیک این قسمت که براتون گفتم و باش داشت میشونیم. خب بچه ها، قسمت اول سینتیک تموم شد. قسمت اول سینتیک تموم شد. موافقین یه استراحت بکنیم؟ موافقین یه استراحت بکنیم؟ بله. خب بچه ها لطفاً 2-3 دقیقه، خب 2-3 دقیقه بریم بچه، یه گشت توی خونه بزنین و یک لیوان آب، یه لیوان آب سرد، یا مثلا فرض کنین یه چایی، یه چیزی بخورین، و منم همینجا هستم، من جای نمیرم، فقط میخوام که شما یه استراحت کوتاه بکنیم بعدش ادامه بدیم. بحث بعدی قسمت دوم این بحثه که میخوام بهتون بگم. کلاس تو ساعت 7 هست بچه، کلاس تو ساعت 7، کلاس تو ساعت 7، لطفاً یه استراحت کوتاه داشته باشین و من خبرشو بدین. زود برگردیم بچه، لطفاً یه 2-3 دقیقه، 5 دقیقه استراحت کنیم بچه، 5 دقیقه. خیلی عالی بود، متشکرم، متشکرم اکرم جان، خوشحالم براتون مفید بوده. یه 5 دقیقه استراحت کنیم بچه، منم اینجا میشینم. مرسی، دست آب هسته چمین، دست در نکنه، قربان بشم. مرسی، راحت باشه. باشه باشه. ای بابا نه دیگه، نهار تو بخور بچه. من اینجا نشستم، اگه سوالی دارین بپرسین. متشکرم. مرسی زکریا، روش سگام فوق العاده است، یعنی وقتی بچه‌ها باهاش آشنا میشن تازه قدرت واقعی رو به دست میارن، هر چیزی رو با هر شرطی میشه حل کرد. خب کیمیا جان، شما با روش سگام آشنا نیستی؟ کیمیا خب هنوز که من درس ندادم، همین امروز منظورت کیمیا؟ منظورت همین الان و دو جلسه همین امروزه؟ من که هنوز که روش سگام درس ندادم، اصل روش سگام از کلاس دهم بهتون درس میدم. الان فقط دارم چی میگم بچه ها؟ الان فقط دارم یک قسمتی از سینتیک رو میگم بچه ها. خب ببین ریحانه جان، من مثلا نمیگم تناسب ببندین ها، کلن تناسب ما استفاده نمی کنیم، روش سگام کار میکنیم، یه روش بسیار بسیار عالی و قدرتمند بچه ها. روش خطی خیلی خوبه ولی فوق‌العاده وقتت گرفته میشه و شما اصلا ما تناسب نمیبندیم ریحانه،
کلا ما هم تناسب کار نمی کنیم، ما به جای تناسب از روش سگام استفاده می کنیم. خب ولی چون الان من روش تناسب به شما درس ندادم، فعلا تناسب می بندم. خب تا با روش سگام آشنا بشین. روش خطی خیلی خیلی وقتتون میگیره و شما اجازه بدین که من روش سگام بهتون توی شیمی دهم درس بدم، تازه متوجه میشین. با روش سگام تمام مسائل استوکیومتری شامل درصد خروج، بازه درصدی، مولاریته، چگالی، حجم مولی گازو همه رو کامل حل میکنین بدونی که وقتتون گرفته بشه. چشم بسته به سرعت، به اضافه مسائل مربوط به ترموشیمی، مسائل سینتیک، مسائل مربوط به اسید و باز، همه رو بچه ها با روش سگام حل خواهیم کرد، حتی مسائل مربوط به الکتروشیمی، و هیچ مشکلی نداره. شما فقط به من اطمینان کنید کامل، فقط به من اطمینان کنید، هر چی رو من گفتم کاملا بچه ها و معلمتون هم که گفته بودن کاملا من با شما موافقم. شما اون موقع در خود کلاس و توی مدرسه در حال درس بود، الان دیگه بحث کنکوره. خب مرسی فاطمه، الان شروع میکنیم. خب من منبعی که پیشنهاد میکنم بچه ها خیلی سبزه، برای هر پایه‌تون بچه ها از خیلی سبز استفاده کنیم. ریانه جان اصلا نگران نباش و انشالله. خب شروع کنیم بچه ها، آماده این؟ شروع کنیم؟ خب شروع میکنیم بچه ها. خب مسئله که حل کردیم، خب اکرم چی میگه؟ ببینید اکرم جان، برای که درستتون بره بالا باید درس رو بفهمین، انقدر درس رو بفهمین که فکر نکنین. هر موقع که فکر کردین برای یک مسئله وقت رو از دست دادین و درستتون میاد پایین. هر موقع بچه کامل فهمینین، برای همین خیلی سبز جامعه هم میتونین بگیرین کیمیا. ولی در کل و همه بچه ها دارم میگم بچه ها، برای که درصداتون بره بالا باید کامل فهمیده باشین. پس بعد از اینکه فهمیدین تست بزنین، حالتهای مختلف، الگوهای مختلف بچه ها. رضا یه کتاب تست داشت باشین، هر مبحثی من بهتون دادم شما درس دادم برین همون قسمت تستاشو بزنین حتما. بله کتاب میکرو هم کتاب خیلی خوبیه، ولی خب سوالش خود پیچیده است، باید دیگه باش کنار بیاین. بله که برای حفظیات شیمی کتاب لقمه کتاب خوبیه. آدرس کانالم بچه ها الان براتون می‌نویسم، آدرس کانال اینه بچه ها، assign سبقت بر تر underline شیمی. سبقت برتر آندرلاین شیمی بچه ها. این آدرس خدمت هست کنم که کانال شیمی بچه ها، آدرس سایت هم بچه ها اینه. شیمی برتر .ir دو تا سایت دارم بچه ها من، campic.com بچه ها، campic.com و شیمی برتر .ir هر دو سایت های شیمی هستن بچه ها. اینا هر دو سایت های شیمی من هست. این سایت بچه ها از سال 85 راه اندازی شده و دارم، این سایت تازه داره امسال راه اندازی بشه که بیشتر فیلم ها اینجاست بچه ها. و اپلیکیشن شیمی برتر هم میتونه استفاده کنیم بچه ها. اینا اطلاعاتی که من میتونم در اختیارتون قرار بدم. خب بچه درس رو شروع کنیم که به موقع تمام بشه، لطفا توجه کنیم. خب خدمت هاست کنم که ما مسائلی که حل کردیم اینطور بود بچه ها، چه سرعت داده بود چه سرعت خواسته بود، یک نکته تو همشون رعایت شده بود، اطلاعات مادی که داده بود و سرعتی که خواسته بود یکی بودن، همچنین سرعتی که داده بود و اطلاعات مادی که خواسته بودن یکی بودن بچه ها، و به همین خاطر ما نیاز به معادله نداشتیم. ولی میدونیم بچه ها تو مسائل سینتیک همیشه در واقع اینجوریه، سرعت یه ماده رو میدن اطلاعات ماده دیگه رو میخوان، یا اطلاعات یه ماده رو میدن سرعت یه ماده دیگه رو میخوان. توی مسائل ما نیاز به چی داریم بچه ها؟ توی مسائل نیاز به معادله شیمیایی داریم. برای چی معادله شیمیایی میخوان؟ برای که ارتباط مولی دوتا ماده رو به دست بیاریم. و در نتیجه بچه ها توی مسائل همراه با استوکیومتری،
خب حالا جالبه این مسائل که هم رو با استوکیومتری در حلشون اغلب موارد این کارو میکنن. اول میرن سراغ استوکیومتری، میگن با استفاده از استوکیومتری مقداری ماده رو داده، برو سراغ استوکیومتری به مقدار ماده دیگه برس و بعد سرعت ماده به دست بیار. لذا بچه‌ها خیلی درگیر استوکیومتری میشن و درنش عملا تو سوالات سینتیک با مشکل مواجه میشن. چه مشکلی؟ مشکلی که بچه‌ها خیلی درگیر استوکیومتری میشن. تو روشی که میخوام بهتون میگم بچه‌ها این مشکل رو حل کردیم و میخوام بچه‌ها بهتون میگم چطوری بدونی که درگیر استوکیومتری بشین این مسائل رو حل کنیم بچه‌ها. لذا قبلش باید با یه مفهوم خیلی خیلی مهم آشنا بشیم. چه مفهومی؟ نگاه کنیم بچه‌ها، این مفهوم بسیار جالبه، نسبت سرعت‌ها در یک واکنش. بچه نسبت سرعت‌ها در یک واکنش نگاه کنید، اندو به اضافه 3H2 گاز میده 2NH3 گاز. واکنش هاور براتون نشون بچه ها، اندو گاز با 3H2 گاز میده 2NH3 گاز. خب طبق این معادله میتونیم بگیم هر 1 مول اندو با 3 مول H2 به ما 2 مول آمونیاک میده بچه ها. این نسبت مولیه، در هر واکنش ما نسبت مولی داریم، بین مواد واکنش نسبت مولی داریم. خب حالا ما یه اصل مهم توی شیمی داریم بچه ها که براتون میخوام بگم توی سینتیک بچه ها، یه اصل خیلی 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 مهم. میدونی چه اصل مهمی داریم؟ این اصل اینطوریه، زمان سپری شده برای تمام اجزای یک واکنش یکسانه. خیلی جالب بچه ها، زمان طی شده، زمان سپری شده بچه ها برای تمام اجزای واکنش یکسانه. یعنی اگر 10 دقیقه طول کشیده نیتروژن مصرف شده، 10 دقیقه طول میشه هیدروژن مصرف بشه، 10 دقیقه هم طول میشه آمونیاک طول بشه. یعنی همه در زمان یکسانن. فکر نکنیم مثلا این 10 دقیقه است، این 15 دقیقه است، این 30 دقیقه است، نه، زمان برای تمام اجزای واکنش یکسانه. چون زمان بچه‌ها برای تمام اجزای واکنش یکسانه، من میتونم یه کار جالب انجام بدم. چیکار میکنم؟ میام نسبت مولی رو بر زمان تقسیم میکنم، یعنی 1 مول بر زمان، 3 مول بر زمان، 2 مول بر زمان. بچه همه رو بر زمان یکسان تقسیم کردم. چون همه رو بر زمان یکسان تقسیم کردم، لذا الان من چی دارم بچه ها؟ نسبت سرعت دارم. لطفا توجه کنید، این نسبت مولیه، این نسبت سرعت بچه. نسبت سرعت چی میگه؟ میگه که بچه ها الان 1-3-2 1-3-2 نتیجه بچه ها نسبت مولی بین اجزای واکنش نسبت سرعتشون هم هست. نسبت مولی بین اجزای واکنش نسبت سرعتشون هم هست. خب اگر مول این 3 برابر اینه بچه ها، سرعتش هم 3 برابر اینه. اگر مول این 2 برابر اینه، سرعتش هم 2 برابر اینه بچه ها. پس جالب بچه ها، ما برای اجزای یک معادله میتونیم نسبت مولی بنویسیم. به چه صورت؟ نگاه کنیم بچه ها. خب من می‌نویسم اندو به اضافه 3H2 میده 2NH3. خب میتونم بنویسم بچه ها RH2 3 برابر RNDO، سرعت این 3 برابر اینه. میتونم بنویسم بچه ها RNDO 1/3 RH2. نگاه کنیم بچه ها چی نوشتم، RH2 3 برابر اینه، RNDO 1/3 اینه بچه ها. یعنی بچه ها الان این نسبت همون مولیه. خب میتونم بنویسم مثلا بین اندو و NH3 میتونم بنویسم آر NH3 دو تا آر اندو، چون ضریبش دو برابر اینه. میتونم بنویسم آر اندو 1/2 آر NH3 است. بچه‌ها پس من نسبت سرعت رو با این نوشتم، این دو تا رو میخوام بنویسم. خب میتونم بنویسم آر H2 3/2 آر NH3 است، یا میتونم بنویسم آر NH3 2/3 RH2. ببینید بین هر دو تا ماده، بین هر دو تا ماده میتونیم نسبت سرعت بنویسیم. الان من سرعت این دو تا رو نوشتم، سرعت این دو تا رو نوشتم، سرعت این دو تا رو نوشتم. نکته جالب بچه ها، سرعت هر ماده رو خاصی نسبت بونی که بنویسیم بچه ها، اونی که در واقع ضریب استوکیومتری خودش صورت قرار میگیره. مثلا H2 نسبت میخوام بنویسم میشه 3/2، یعنی ضریب 3 تو صورت قرار میگیره. میخوام آمونیاک نسبت بنویسم بچه‌ها، 2 تو صورت قرار میگیره. و همین خاطر همیشه اینو رعایت کنید وقتی میخوان نسبت مولی بنویسین، نسبت سرعت بنویسین، نسبت هر کدوم از مواد خاصیم بنویسین، نسبت هر کدوم از مواد خاصیم بنویسین بچه‌ها، باید اونو ضریبشو در صورت قرار بدین. بچه‌ها همه فهمیدین نسبت رو به چه صورت نوشتم؟ خب این نسبت‌ها رو براتون نوشتم و باهاش آشنا شدین. خب
حالا خدمت هاش کنم که بیان سراغ بیام سراغ خدمت هاش کنم که اینجا خب لطفا گوش بدید. نسبت سرعت ها در یک واکنش، نسبت سرعت ها در یک واکنش توضیح دادم بچه ها برای واکنش سه تا هاش رو بذارید نسبت سرعت ها نوشتم و چند تا رابطه براتون نوشتم که خب با این توضیح بچه ها حالا یه نتیجه جالب میتونیم بگیریم. چه نتیجه؟ هر چه ضریب استوکیومتری بچه ها هر چه ضریب استوکیومتری یک ماده در معادله بزرگتر باشه سرعت مصرف یا تولیدش بیشتره. یعنی هر چه ضریب استوکیومتری بیشتر باشه سرعت مصرف یا تولیدش چی خواهد بود؟ بیشتر خواهد بود. ببینیم بچه ها سوال شش بچه گفته که در واکنش انفجار نیتروگلیسین سرعت کدام ماده، سرعت تولید کدام ماده عصبی بیشتر و سرعت کدام ماده عصبی کمتره. خب بین معادله رو بخونید بچه‌ها. سرعت کدام ماده عصبی بیشتره؟ میشه این ماکسیمم، چون ضریب استوکیومتریش 12 است عصبی میشه بچه‌ها. سرعت کدام ماده عصبی کمتره؟ O2. این حداقل بچه‌ها، چون ضریب استوکیومتریش اصلا کمتره. پس بچه‌ها هر چه ضریب استوکیومتری بیشتر سرعت بیشتر، هر چه ضریب استوکیومتری کمتر سرعت کمتر بچه‌ها. پس ما تو این واکنش میتونیم سرعت تولیدی نسبتاً بیشتره، سرعت تولیدی نسبتاً کمتره بچه‌ها. این در مورد سرعت که ما با توجه به ضریب استوکیومتریش میتونیم اونو بیان کنیم. خب میخوام براتون مسئله حل کنم. قسمت مهمش بچه‌ها این قسمتی که الان براتون توضیح میدم، لطفاً با دقت خط ببرید. در واکنش تجزیه پتاسیم کلرات اگر در مدت زمان 20 ثانیه از شروع واکنش، در مدت زمان 20 ثانیه از شروع واکنش بچه‌ها 4.6 گرم اکسیژن تولید شود، سرعت متوسط مصرف پتاسیم کلرات بر حسب مول بر دقیقه چقدر خواهد بود؟ همه جواب بدید بچه‌ها. سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ بگین لطفاً سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ همه لطفاً بنویسید سرعت رو خواسته. آفرین. خب سوال بچه‌ها، سرعت کدوم ماده رو میخواد؟ سرعت کدوم ماده رو میخواد؟ لطفاً ماده شو تعریف کنید. سرعت کدوم ماده رو میخواد؟ پتاسیم کلرات. آفرین. پتاسیم کلرات نه کاسیل، نه پتاسیم کلرات میخواد، کاسیل O3. پتاسیم کلرات. خب اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اکسیژن. آفرین. نگاه کنید بچه‌ها خیلی جالبه، نگاه کنید سرعت رو اینو میخواد، اطلاعات این ماده رو داده. آره اینو میخواد، اطلاعات اکسیژن داده. خب یه روش اینه بچه‌ها رو بریم سراغ استوکیومتری. اول از O2 به کاسیل O3 برسیم و سرعت رو به دست بیاریم، که من پیشنهاد نمی‌کنم. راه حلی که میخوام بهتون بگم اینجوریه. نگاه کنید بچه‌ها چقدر جالبه. خب شما از این بعد این کارو می‌کنید، از این بعد این کارو می‌کنید. شما سرعت هر ماده رو خواستین بنویسین آر کاسیل او سه، اینو می‌خوایم بر حسب چه واحدی؟ مول بر دقیقه. مول بر دقیقه. خب اطلاعات کدوم ماده رو داره؟ اکسیژن. شما سرعت اینو نسبت بیان بنویسین چقدر میشه. خب این برابر میشه با 2/3 آر او دو. نگاه کنید بچه‌ها آر کاسیل او سه 2/3 آر او دو. اینو بر حسب چی می‌خوایم؟ مول بر دقیقه. خب خیلی ساده است بچه‌ها، اینو بر حسب مول بر دقیقه به دست بیاریم. شما آر او دو بر حسب مول بر دقیقه به دست بیاریم، ضرب در 2/3 کنیم میشه سرعت این. همین. و همین خاطر این برابر خواهد بود بچه‌ها با 2/3. خب حالا آر او دو مول بر دقیقه می‌خوام. خب چقدر اکسیژن دورشه؟ 6.4. پس 6.4 تقسیم بر 32 گرم، اینکه بچه‌ها مول او دو. خب بر دقیقه بچه‌ها چقدر داشتیم اینجا؟ 20 ثانیه 20/60 دقیقه. ببینید بچه ها الان این چیزی که من دارم دورش خط میکشم این آر او دوی ضرب در 2/3 میکنه میشه آر کاسیل O3. همین. پس شما این قسمت که قسمت قبل یاد گرفتیم فقط یه ضرب در 2/3 اینم که معادله به شما دادن نسبت سرعت ها رو مینویسین و جواب آخر به دست میاد. متوجه شدید شما بچه ها؟ پس فرقی که با قسمت قبل کردیم بچه ها یه نسبت سرعت باید بنویسین. خب 1.2 جواب شد 1.2. مرسی. یکی از بچه‌ها به دست آورده این جوابش میشه 1.2 مول بر دقیقه. مرسی. بچه‌ها همه فهمیدید چطور شد؟ نه واحدش مول بر دقیقه است. شما باید این گرم نیست بچه‌ها، من اینجا اشتباه کردم، ببخشید. من اینجا اشتباه کردم، این مول، ببخشید. خب این میشه مول بر دقیقه.
جواب هشتم یا جواب هشتم من دیگه حساب نکردم، جواب هشتم بچه. خب این میشه چقدر دو... آها این میشه دو دهم، این میشه دو دهم تقسیم بر یک سوم. بچه جواب آخر چقدر میشه؟ هشتم آتنا حساب نکردم بچه، جواب هشتم. بچه حساب کنم خودم هستین بچه ها؟ هیچ جایی چی بگی نمیگین، یه چیزی چیز بگی من میگم هستین نه؟ قطع شد صدام، ارتباطتون قطع شد. خب یه کیمیا هست، باقی بچه ها نیستن. خب خب جوابش به دست میاره بچه ها، با هم جوابش به دست میاره. خب این میشه چقدر بچه ها؟ این میشه دو دهم، این میشه دو دهم. خب این میشه دو دهم، این هم میشه یک سوم، یک سوم میشه بچه ها. خب این میشه دو دهم یک سوم میشه، خدمت رو ارز کنم که میشه چهار تقسیم بره، این جوابش میشه چهار دهم تقسیم بره نو، درسته؟ چهار دهم تقسیم بره نو که میشه چهار تقسیم بره نود، که با تقسیم کنیم بچه ها چهار تقسیم بره نود به دست میشه شش دهم. نه شش دهم که نمیشه دیگه، میشه ضرب در دو سوم باید بکنیم بچه ها، ضرب در دو سوم حتما باید بکنیم. خب که این عدد به دست میشه چهار تقسیم بر نود میشه چهاردهم. چهاردهم در صورتی که بچه ها چی باشه؟ چهاردهم در صورتی که آها این نه من اشتباه کردم، من اینجا اشتباه کردم ببخشید. خب این بچه ها میشه دو سوم، دو سوم ضرب داریم شیشدهم میشه چهاردهم، درست؟ میدونی بچه من اینو سه با این سه ضرب کردم، اشتباه کردم. آره مول بر دقیق میشه چهاردهم مول بر دقیق، بله من اشتباه کردم، مرسی. بریم بچه سال بعد. سال هشت، در واکنش سدیم با آب اگر در مدت زمان 5 دقیقه اینقدر گاز هیدروژن در شرایط استیبی تولید بشه بچه ها. پس بچه ها در مدت زمان 5 دقیقه 44800 میلی‌لیتر گاز هیدروژن در شرایط استیبی تولید شد. سرعت متوسط مصرف سدیم به حسب مول بر ثانیه چقدر؟ خب سرعت داده، سوال داده، سرعت داده یا سرعت خواسته؟ سرعت خواسته. سرعت چه مادی رو خواسته؟ آر سدیم. پس ما آر ان آر رو خواسته. اطلاعات کدوم ماده رو داره؟ هیدروژن. پس سرعتش رو نسبت به این میسی میشه 2 تا آر هاشتو، ساعتش نسبی میشه دو برابر. خب حالا واحد اینو چی خواسته؟ بر حسب مول بر ثانیه. خب پس شما اینو باید مول بر ثانیه به دست بیارین. خب این میشه دو در، خب هیدروژن بچه ها مول بر ثانیه چقدر داشتیم؟ 44800 تقسیم بر 22400 مول. بچه ها به جایی که بر 224 تقسیم کنم بر 22400 تقسیم کردم. خب ثانیه چقدر داشتیم بچه ها؟ 5 دقیقه. پس 5 ضرب در 60 ثانیه، همین 5 ضرب در 60 ثانیه، این کاری که باید انجام بشه. جوابش بچه‌ها، خب این تقسیم بشه بچه‌ها میشه 2، این با این تقسیم بشه میشه 2. خب اینم خدمتتون عرض کنم که 5 6 تا میشه 300 تا، میشه 300 ثانیه بچه‌ها، که این با این ساده میشه، میشه 150، میشه 2 تقسیم بر 150 میشه 1/75 مول بر ثانیه. این جوابش میشه 1/75 مول بر ثانیه. بچه سوال 8 اوکی هست؟ خب بچه واکنش رو به شما میدن، این طبق اصول باید به شما واکنش رو بدن. خب ابوالفضل و من هر وقت در ضمنی که درس میدم واکنش ها رو تا جای حدودی به شما یاد میدم که چجور بنویسیم، ولی واکنش ها به شما میدن. آیسته تر بگم باشه، آیسته تر میگم، من میخوام که وقت بون گرمتر گرفتی باشه بچه. خب بچه تو سال 8 سمانه، تو سال 8 اگه اشکال نده من رد بشم. سال 8 تو فهمیدی سمانه؟ خب بسیار عالی، بسیار بچه رد میشیم. سال 9، سال 9 دی نیتروژن پنتا اکسید طی واکنش زیر تجزیه می شود. دی نیتروژن پنتا اکسید طی واکنش زیر تجزیه می شود. اگر سرعت متوسط تولید نیتروژن دی اکسید 8 مول بر دقیقه است بچه‌ها. بچه‌ها نگاه کنید، الان سرعت متوسط تولید نیتروژن دی اکسید 8 مول بر دقیقه است. پس نگاه کنید، الان من زیر نیتروژن دی اکسید می‌رسم 8 مول بر دقیقه.
خب سرعت داده دیگه من نشون 8 آمول بر در مدت 90 ثانیه چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط استیبی تولید می شود. ببین بچه‌ها الان سرعت NO2 رو داده ولی اطلاعات اکسیژن رو خواسته. یادتون باشه بچه‌ها شما وقتی که مقدار یک ماده رو می‌خواید یا مقدار یک ماده رو می‌خواید حتما با سرعت همون ماده رو داشته باشید. اگر شما مقدار اکسیژن رو می‌خواید خب با سرعت اکسیژن رو به دست بیارین. خب برای این سرعت رو به دست بیاریم چیکار بکنیم؟ راه حل اول اینه بچه‌ها بیا میتو بنویسیم. خب آر او 2 برابر میشه با 1/4 آر ان او 2. الان بهتون گفتم بچه‌ها آر او 2 1/4 اینه. پس این میشه 1/4 ضرب در 8 که میشه 0.2 مول بر چی بچه‌ها؟ مول بر دقیقه. پس من الان آر او 2 رو به دست آوردم. آر او 2 میشه 0.2 مول بر دقیقه که براتون به دست آوردم. حالا چیزی که من میخوام بچه‌ها با سرعت جواب بدین اینه. بریم سراغ وایت بورد. این سراغ وایت بورد. خب اندو او 5 دو تا تبدیل میشه بچه ها به 4 ان او 2 به اضافه او. لطفا نگاه کنید من میخوام اینجور جواب بدیم. خب اینجا می‌نویسم بچه‌ها سرعت این بچه‌ها این به مسئله قبلی کار نداره، دارم کلی توضیح میدم. من به شما میگم بچه‌ها فرض کنین سرعت این هست 8 مول بر ثانیه. خب لطفا میگید اگه این 8 باشه سرعت NO2 چند برابر اینه؟ 2 برابرشه. پس اگه این 8 باشه این میشه 1.6 مول بر ثانیه. واحدشو تغییر ندیم بچه‌ها، چون این 2 برابر اینه پس سرعتش هم 2 برابره. اگه این 8 اینم 1.6. خب بچه‌ها O2 نصف اینه چون این 2 این 1 بچه‌ها. پس اگه این 8 این 0.4 مول بر ثانیه است. ببینیم واحد تغییر نمیکنه، فقط عددا رو به دست میاریم. لذا الان من سرعت اینو داده بودم، از روی این به این رسیدم، از روی این به این رسیدم. بچه‌ها فهمیدین چطور شد؟ یعنی وقتی شما سرعت یک ماده رو دارین، سرعت باقی رو میتونین به دست بیارین. همه فهمیدین چطور شد؟ خب لطفاً به مثال من توجه کنید. خب من براتون می‌نویسم N2 به اضافه 3H2 میده 2 NH3. خب لطفا جواب بدیم. من میگم بچه ها این 0.4 مول بر دقیقه است. لطفا همه جواب بدیم. اگر این 0.4 مول بر دقیقه باشه سرعت هیدروژن چقدر خواهد بود؟ سری لطفا سرعت هیدروژن چقدر خواهد بود؟ آفرین آتنا. همه لطفا میشه 1.2. بله پس سرعت این میشه 1.2 مول بر دقیقه. سرعت آمونیاک سری بچه سرعت آمونیاک آفرین فاطمه 0.8 مول بر دقیقه. پس دقت کنید الان من سرعت اینو داشتم، به این رسیدم و به این رسیدم. پس یاد بگیم بچه‌ها شما سرعت هر ماده رو داشتیم به ضریب استوکمنتی نگاه کنید، سرعت‌های دیگر بنویسیم. این خیلی ساده است. خب حالا که اینو تمرین کردیم برگردیم سراغ سوالی که داشتیم. خب من می‌خوام این سوال اینجوری حلش کنم، اینا رو پاک کنم. ما می‌خوام کنکور جواب بدیم، ما که نمی‌خوام امتحان نهایی بدیم، تشریح امتحان بدیم بچه‌ها. اینا رو پاک می‌کنم. از این بعد این کارو میکنیم بچه‌ها، از این بعد این کارو میکنیم. وقتی به شما میگه این 0.8 مول بر دقیقه است، خب میگیم بچه این 0.8 این 1/4 میشه، پس این 0.2 مول بر دقیقه است. چرا؟ چون این 1/4 این بچه‌ها این تقسیم بر 4 میشه این. دیگه شما بچه‌ها سریع بود این کار انجام میدین. یعنی سرعت یک ماده رو دادی زیرش بنویسین، سرعت اون ماده که میخوان زیرش سریع بچه‌ها به ضریب استوکمنتی نگاه کنیم و ذهنی جواب بدیم بچه‌ها. و این الان این 0.8 پس این 0.2 میشه. خب حالا که من آر او 2 رو به دست آوردم، حالا دیگه سگامشو می‌نویسم. خب نگاه کنین بچه‌ها زمان به او 2 گام اول، گام دوم، گام سوم. طبق بچه‌ها هر یه دقیقه 0.2 مول اکسیژن تولید میشه بچه‌ها. خب حالا شرط استیپی بچه‌ها، اینو شرط استیپی داده، پس 0.2 ضرب در 22 و 0.4 لیتر. خب اینجا هم که x میذاریم. خب اینو بچه ها ثانیه داده، پس 1 ضرب در 60 ثانیه چقدر داریم بچه ها؟ 90 ثانیه. نگاه کنیم من چیکار کردم، به جای دقیقه ثانیه شو گذاشتم، اینجا هم به جای مول 22 و 14 هم بچه ها. این تناسب رو باید حلش کنیم، همین به جای این تناسب رو باید حل کنیم. الان x میشه چی؟ 90 ضرب در 2 دهم ضرب در 22 و 14 تقسیم بر 60. یعنی بچه ها x مون برابر میشه با 90 ضرب در 2 دهم ضرب در 22 و 14 تقسیم بر 60. فقط کافیه سادهش کنیم بچه ها. خب این 0 با این 0 ساده میشه، این میشه 2، این میشه 3، اینم با این ساده میشه 1/10. درسته؟ 3 تا 22 و 14 یه ممیز هم بچه ها 3 4 تا 12 تا
3 تا 6 تا و یکی 7 تا 3 تا هم که 6 تا 6 مثلا 2 تا ممیز داریم 6 ممیز 72 لیتر. بچه الان جواب میشه 6 ممیز 72 که بچه هم بهش رسیدن. آره آفرین بچه ها، پس ما جواب سوال رو به دست آوردیم. خب این قسمت مهمش اینجا بود بچه ها که شما از RNO2 به چی برسیم؟ به RO2 برسیم. بچه سال 9 رد بشیم، همه فهمیدین سال 9؟ سال 10، در واکنش تولید آمونیاک از گاز هیدروژن و نیتروژن اگر سرعت متوسط مصرف گاز نیتروژن 1.5 مول بر دقیقه است. بچه‌ها نیتروژن 1.5 مول بر دقیقه، 1.5 مول بر دقیقه خودش سرعت رو داده، من زیرش نوشتم بچه‌ها. برای تولید 3.4 گرم آمونیاک بچه‌ها مقداری خواسته، پس من سرعت این مادر خواستم. بچه‌ها سریع بگیم اگه این 1.5 مول بر دقیقه باشه آمونیاک چقدر خواهد بود سرعتش؟ سریع لطفاً. آفرین فرید، آفرین فرید. بچه های دیگه هم لطفا تایپ کنیم. این میشه چقدر؟ 3. پس این میشه 3. واحدش هم عوض نمی کنیم بچه ها، مول بر دقیقه. اگر این 1.5 باشه این حتما 3 بچه ها، مشخصه. خب این چقدر خواهد بود؟ 3 برابر این بچه ها. اگر این 1.5 باشه این 3 برابرشه که ما نیاز نداریم، ما فقط اینو لازم داریم. خب حالا گرم آمونیاک خواسته 1، 3 گام می نویسیم. نگاه کنیم بچه ها، اینجا می نویسم زمان، اینجا می نویسم آمونیاک. گام اول، گام دوم، گام سوم. هر یه دقیقه 3 مول. خب اینو بچه چون 3 ثانیه خواسته، پس 1 ضرب در 60 ثانیه x، اینو گرم داده، 3 ضرب در 17 گرم، 3 ضرب در 17 گرم، 3.4. الان شما بایستی بچه این تناسب رو حلش کنید، همین x بچه ها ثانیهش به دست میاد. خب بچه خدمتتون عرض کنم 3 ضرب در 17، من اگه بخوام بچه x رو به دست بیارم x برابر میشه با 60 ضرب در 3.4 تقسیم بر 3 ضرب در چند؟ 17. خب ساده کنیم بچه، این با این میشه 12، اینم با این میشه چند بچه؟ میشه 20، میشه 4. 4 چی بچه؟ 4 ثانیه. جواب 4 ثانیه. شما چرا بسید؟ آفرین، کاملا درست بچه‌ها. خب پس ما الان چیکار کردیم بچه‌ها؟ سوال رو حل کردیم با روش سگان و نسبت سرعتی که براتون گفتم. خب بچه‌ها تا اینجا ما به یک اصول کلی رسیدیم. حالا براتون چند تا تست آماده کردم بچه‌ها، از تست‌های کنکورهای گذشته و در واقع یه رو فرصت این تست‌ها می‌خوام براتون حل کنم. یه جمع‌بندی کنم. اگه سوال نداشتین تست‌ها رو حل می‌کنیم و کلاس امروز تمام میشه. تا اینجا همه فهمیدین چی شد؟ ما با سرعت آشنا شدیم، سوالاتی که سرعت داده، سوالاتی که سرعت خواسته، در کدوم جا بچه‌ها از تناسب استفاده نمی‌کنیم، یعنی در واقع از خود واحد سرعت استفاده می‌کنیم وقتی مسئله از ما سرعت رو می‌خواد. وقتی هم سرعت ما داده که دیدین از روش سگان به راحتی مسائل حل میشه. بچه‌ها تا اینجا همه فهمیدین؟ اوکی هستین؟ رد بشیم؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خب میام سراغ چند تا تست که میخوام با هم حل کنیم. خب گفته مقدار فلز منیزوم را در 500 سانتی متر مکعب هیدروکلوریک اسید می‌ریزیم. تا اینجا یه توضیح داده. اگر پس از 1.5 دقیقه 33600 سانتی متر مکعب گاز در شرایط استاندارد تولید شود، سرعت واکنش بر حسب مصرف اسید چند مول بر ثانیه است؟ لطفاً توجه کنید. گفته سرعت واکنش بر حسب مصرف اسید. وقتی میگه بچه‌ها سرعت واکنش بر حسب مصرف اسید، یعنی بچه‌ها آره HCl رو میخواد، چون گفته بر حسب مصرف اسید. چند مول بر ثانیه است بچه‌ها؟ چند مول بر ثانیه است؟ واحدش هم داده. پس اینو بر حسب چی میخواد بچه‌ها؟ مول بر ثانیه میخواد. خب اطلاعات چه مادی رو داده بچه‌ها؟ الان آره HCl رو از ما خواسته. اطلاعات چه مادی رو داده؟ گاز. چه گازی داریم بچه‌ها؟ H2. الان جالبه اطلاعات H2 رو داده، سرعت H3 رو خواسته. پس شما می‌بینید این برابر میشه با 2 تا آره H2، همین. خب حالا با توجه به این ما اطلاعاتی رو می‌خوام و حسب مول بر ثانیه باید اینو به دست بیاریم، پس جواب میشه 2 در. خب هیدروژن 33600، پس 33600 تقسیم بر 22.4 ببخشید 22.4 دیگه نباید بنویسیم، تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 22400، این که مالش درست شد بچه‌ها. زمانم که ثانیه است. خب 1.5 دقیقه میشه چقدر بچه‌ها؟ 1.5 دقیقه میشه 1.5 ضرب در 1.5 ضرب در 60 ثانیه. خب حلش می‌کنیم بچه‌ها.
3600 تقسیم بر 22400 میشه 1.5. این 1.5 با این 1.5 چی میشه بچه‌ها؟ ساده میشه. این جواب میشه 2/60 که میشه 1/30، یعنی گزینه 2. این بچه‌ها سوال و به راحتی بچه‌ها ما آره 8 رو به دست آوردیم و به جواب آخر رسیدیم. اوکی؟ بچه‌ها رد بشیم از این سوال؟ کسی اشکال نداره؟ از کجا اومد 2؟ خب ببینین، خوب دقت کنین، سرعت اینو خواسته، اطلاعات اینو داده، این 2 سرعت این چند برابر اینه؟ ضریب استوکیومتری. خب بچه من دوباره میگم این سوال بچه سوال بسیار بسیار ساده هست، دوباره براتون حلش میکنم، لطفا خوب دقت کنین. اون ابزار سلکت رو لطفا برامون درست کنیم، بعد ابزار سلکت رو چون الان پاک کنیم خیلی وقت کو الان آره باشه کن. خب آره، خب اینجا نداریم هنچستون. آره نه، منظورم اینه که اون ابزار سلکت خیلی کمک میکنه. اچه لطفا گوش بدین، لطفا یه بار دیگه میگم ببینید سوال باید دقیق بخونید. الان تو این قسمت بچه ها تو این قسمت فقط اومده گفته فلز منیزیم داره با هیدروکلوریک اسید واکنش میده، همین، ما کاری بهش نداریم. گفته پس از 1.5 دقیقه، پس بعد از 1.5 بچه ها اینقدر گاز در شرایط استاندارد تولید شده، پس مقدار گاز داده، هیدروژن داده، بعد گفته سرعت واکنش بر حسب مصرف اسید چند مول بر ثانیه است. بچه همه جواب بدین سوال، سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ همه لطفا جواب بدین سوال، سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ خب همه بچه ها جواب بدین، همه اگه نمیدونم بنزین نمیدونم. سرعت خواسته، سرعت کدوم ماده خواسته؟ سرعت کدوم ماده رو خواسته؟ سرعت اسید رو خواسته، سرعت HCl. پس بچه آر HCl رو خواسته، تا اینجا که آر HCl. بچه همه جواب بدین بر حسب چه واحدی؟ بر حسب چه واحدی؟ بر حسب چه واحدی؟ مول بر ثانیه. بله، سرعتشو بر حسب مول بر ثانیه خواسته. خب سوال بعدی، اطلاعات کدوم ماده رو ما داده؟ سریع بچه ها اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اکسیژن نداریم، از کجا آوردی اکسیژن عزیز من؟ کدومی که بچه بود فاطمه جان اکسیژن از کجا آوردی؟ شو به معادله که داده نگاه کن، اصلا اکسیژن نداره اینجا، هیدروژن. خب حالا سوال بچه ها، اطلاعات هیدروژن رو داده، سرعت اینو خواسته بچه ها، لطفا میگه سرعت HCl چند برابر هیدروژنه؟ همه جواب بدین سرعت HCl چند برابر هیدروژنه؟ خب دور از کجا آوردین؟ از معادله دیگه، ضریب استوکیومتریشه دیگه، این نسبت سرعت ها بود. الان بهتون گفتم تو معادله این دو یا این یکه، پس آر HCl برابر پاس با دو تا آر H2. بچه رابطه که براتون نشم همه براتون مفهوم بود؟ رابطه که نوشتم برای همه مفهوم بود؟ آفرین. خب تموم شد دیگه، ما اینو مول بر ثانیه میخوام، پس اینم مول بر ثانیه به دستش میاریم دیگه، باقیش تکراریه، این برابر میشه با 2 پرانتز. آره هیدروژن چقدر داریم؟ 33600 تقسیم بر 22400 مول، این که مول. زمانم ثانیه است بچه ها، 1.5 ضرب در 60 ثانیه، همین. بچه ها فهمیدین چیکار کردیم؟ نوشتن رو؟ خب سادش میکنیم دیگه، ساده کردنش که دیگه دختر خودت بچه ها. این جوابش میشه 1.5، یعنی 33600 تقسیم بر 22400 میشه 1.5. این 1.5 با این 1.5 ساده شد. جواب این میشه چقدر؟ جواب این برابر میشه با 2 تقسیم بر 60 میشه 1 تقسیم بر 30، یعنی گزینه 2. عزیزم اون دیگه حجم مولی گاز هاست دیگه، حجم مولی گاز ها در شرایط STP چقدره؟ حجم مولی گاز ها در شرایط STP 22,400 یا 22,400 سانتی متر مکعب، یعنی 22,400 22,400 میلی لیتر سانتی متر مکعب یا میلی لیتر دیگه، یعنی ضرب در 1000ش باید بکنی. اوکی؟ خب
بریم سراغ سوال بعدی. بچه از این سوال رد بشیم. خب اینا رو باید یاد بگیریم. اینا رو تو شیمی 10 یاد میگیریم بچه ها. بچه نگاه کنین، یه چیزی بهتون بگم، یه لحظه به من گوش بدین. به من نگاه کنین. من دارم یه مبحثی از شیمی 11 رو به شما درس میدم. اگه کسی از بچه‌ها یه چیزی رو تو شیمی 10 بلد، الان گیر میفته. برای همین بچه‌ها، همونطور که اول ساعت بهتون گفتم، اگر میخوایم شیمی یاد بگیریم، اول باید دهمو خوب یاد بگیریم. ولی چون الان ما فقط یه کلاس داریم که یه مبحثی از 11امو شروع کردم. چرا از 11ام گفتم؟ چون همین چون همتون 12ام هستین و 11ام تازه گذروندین. برای این بچه‌ها اگر شما الان یه چیزی رو نمیدونید، مربوط هم میشه اکثر مواقع. اصلا نگران نباشین، بپرسین فقط. مثلا الان پرسیدین، من دوباره براتون توضیح میدم. خب یک دوم نمیشه؟ خب سارا جواب بده. سرعت هاشتل بیشتر یا سرعت هاشتو؟ سریع سارا جواب بده. سرعت هاشتل بیشتر یا سرعت هاشتو؟ سارا جواب بده. خب اگه سرعت هاشتل بیشتره، به نظر شما باید دو برابر باشه یا یه دوم باشه؟ خب سارا جان منتظرتم، بگو. ببین وقتی هاشتل سرعتش بیشتره باید دو برابر باشه دیگه، نمیشه یه دوم باشه. اگه یه دوم باشه که نصف بشه که، باید دو برابر باشه. شما اینجوری استدلال کنین، بگین سرعت این بیشتر از اینه، پس این باید دو برابر اون باشه، تا بتونین راحت این قسمت رو حل کنین. برین سراغ سوال بعدی بچه‌ها. لطفاً با دقت گوش بدین. سوال بعدی بچه‌ها. گفته این مال کنکور سراسری تجربه 96 خارجه بچه‌ها. گفته واکنش تجزیه 2 تا آب میده ب به اضافه 3 تا سی رو در دمای 0 درجه و فشار 1 اتم مورد بررسی قرار گرفته است. بچه‌ها نگاه کنین، اینجا نقطه گذاشته. می‌بینین؟ اینجا نقطه گذاشته. می‌بینین اینجا رو؟ یعنی تا اینجا اطلاعاتی به ما داده. این اطلاعات رو ما الان خوندیم. خب اگر در مدت 5 دقیقه 0.2 مول از آ تجزیه بشه، لطفاً گوش بدید، در مدت 5 دقیقه 0.2 مول آ تجزیه شده. پس بچه‌ها الان از واکنشی که ما داده، از این واکنش، از این آ بچه‌ها 0.2 مول چی شده؟ تجزیه میشه. سرعت متوسط تولید گاز سی بر حسب میلی لیتر بر ثانیه در شرایط استیبی کدام است؟ بچه‌ها لطفاً یه بار سوالو بخونین. خب من میخوام از شما سوال بپرسم، چون اول باید سوالو دقیق بخونین. خب لطفاً همه جواب بدین. الان تو این سوال سرعت داده یا سرعت خواسته؟ همه جواب بدین من ببینم سوال خوب خوندین یا نه. سرعت داده یا سرعت خواسته؟ بگین لطفاً. سرعت خواسته. آفرین. لطفاً میگه سرعت کدوم ماده رو میخواد؟ سرعت کدوم ماده رو میخواد؟ آفرین لیلا، آفرین فرید، بسیار فاطمه، اصل، آفرین. سرعت سی رو میخواد، درسته؟ اطلاعات کدوم ماده رو ما داده؟ لطفا بگین اطلاعات کدوم ماده رو میخواد؟ کدوم ماده رو داده؟ اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ آ. خب پس نگاه کنین، همونطور گفتم شما آر سی رو میخواین، اطلاعات آ رو داده. لطفا بگین چه رابطی سرعت سی چند برابر آیه؟ بچه‌ها سرعت سی چند برابر آیه؟ تایپ کنین سرعت سی چند برابر آیه. نه کیمیا، نه کیمیا، آفرین لیلا، آفرین. نه یک تا، چرا دو سوم میگین؟ ضریب خودش بچه‌ها تو سرعته. سرعت این 3/2 برابر نش با سرعت هر ماده میخوان، باید ضریب خودش در سرعت قرار بگیره. خب بلکه اینو اشتباه نکنین، بلکه اینو اشتباه نکنین بچه‌ها، همه جواب بدین. بچه‌ها جواب بدین، به نظر شما 2/3 با 3/2 یکی یا فرق داره؟ همه جواب بدین بچه ها، 2/3 و 3/2 با هم یکی یا فرق داره؟ اکرم جواب بده. خب کدوم بزرگتره؟ 2/3 بزرگتره یا 3/2؟ 2/3 بزرگتره یا 3/2؟ همه تایپ کنین ها، همه تایپ. قبول دارین 3/2 بزرگتره؟ خب حالا سوال بچه ها، به نظر شما سرعت آ بچه ها، آر سی بچه ها، به نظر شما سرعت کدوم بیشتره؟ آر آ بزرگتره، یعنی سرعت سرعت آ بیشتر یا سرعت سی؟ همه لطفاً تایپ کنین سرعت آ بیشتر یا سرعت سی؟ آفرین، سرعت سی. خب اصلا کاربون نه، آره اون اصلا بون خوندن بچه ها. من نگاه کنین، من میخوام بگم بچه ها سرعت سی بیشتره. وقتی سرعت سی بیشتره، سرعت آ کمتره،
پس اگه آر آر رو میخوام به دست بیارم باید کوچیک‌تر بشه، اگه آر سی رو میخوام به دست بیارم باید بزرگتر بشه. آر سی بزرگتره، پس وقتی من میخوام آر سی رو نسبت به این به دست بیارم میشه 3/2 آر آ. نگاه کنید، آر سی 3/2 آر هاست. چرا؟ چون من اونی که میخوام به دستش بیارم، یعنی سی رو که میخوام به دستش بیارم نسبت به آ، اینو که میخوام بچه ها نسبت دو به دست بچه ها، اونی که خودش تو سرعت قرار میگیره. خب الان 3/2 سرعت سی بیشتره، پس این 3/2 آ هست بچه ها. 3/2 میشه 1.5، 1.5 برابر آ هست بچه ها. سرعت سی 1.5 برابر سرعت آ هست، چون سرعت سی بیشتره. حتما بچه اینو کنترل کنین. نگاه کنین، شما همیشه سرعت اون ماده رو که میخوام به دست بیارین نسبت به اون که دیگه ببینین بیشتر یا کمتره. خب الان من میخوام سرعت سی رو نسبت به آ به دست بیارم، این نسبت به این 3/2 برابره، 3/2 یعنی 1.5 برابر. همه فهمیدین؟ خب ما هم رو نمیخوایم فاطمه، ما وقتی میخوایم آر سی رو به دست بیاریم پس اینو باید نسبت به اون به دست بیاریم. شما ببینید سرعت کدوم ماده رو میخواین بر اساس همون باید ببینید. چون سرعت سی رو میخوایم نسبت به آ میشه 3/2 این بچه‌ها، که میشه 1.5 آ. همین. خب این برابر میشه با، حالا واحدش اینو چی خواسته بچه‌ها؟ واحدش چی خواسته؟ میلی لیتر بر ثانیه. نگاه که خیلی جالبه، این دفعه میلی لیتر بر ثانیه خواسته. خب اشکال نداره، هر واحدی خواسته باشه ما به دست بیاریم. خب پس اینو ما باید بچه‌ها میلی لیتر بر ثانیه به دست بیاریم، اینو باید میلی لیتر بر ثانیه به دست بیاریم. ببینید چقدر جالب میشه، برابر میشه با 1.5 در. خب میلی لیتر بر ثانیه آ، آ چقدر آ مصرف شده؟ گفته 2/10 مول آ مصرف شده در شرایط استاندارد، در شرایط استاندارد. پس میشه 2/10 ضرب در 22400 میلی لیتر. بچه ها 2/10 ضرب در 22400 میلی لیتر. چون میلی لیتر، چون خودش میلی لیتر خواسته. زمان ثانیه چقدر داشتیم؟ 5. 5 ضرب در 60 ثانیه. همین. ببین بچه ها، پس من اینجا 3/2 که شد 1.5 بچه ها صورت میلی لیتر 5 مخرجم به ثانیه تبدیل کردم. اگه تا اینجا سوالی نیست من ادامه بدم. اونجوری خواستی برو، باش اونجوری هم میشه. حالا جواب آخر به دست بیم بچه ها، جواب آخر، جواب آخر بچه ها. الان این با این ساده میشه، میشه چقدر؟ میشه 3/10، میشه 3/10. خب اینم با این ساده میشه. خب بذار من اینو اول ممیزش رو از بین بردارم بچه ها، اینم ممیزش رو بردارم. خب این ممیزش برداشته بشه. خب اینجا دو تا ممیز داریم، اینجا دو تا ممیز داریم، با این دو تا ساده میشه، یعنی این 3 و این میشه این بچه‌ها. خب دو سه تا میشه 6 تا، این 6 با این ساده میشه، یه 10 میمونه بچه‌ها. خب میشه، میشه 22.4، 22.4 واحدش هم میشه چی بچه‌ها؟ میلی لیتر بر ثانیه، یعنی میشه گزینه 2. خب اوکی، آفرین، آفرین، بسیار عالی بچه، همه فهمیدن چطور شد؟ ببینید ما سرعت سی رو خواستیم، سرعت آر رو، اطلاعات آر رو داده، نسبتش رو نوشیم و به جواب رسیدیم. رد بشیم بچه. آفرین، بسیار عالی، بسیار عالی بچه. سال 259 این بچه کنکور سراسری تجربی 99 بچه، این تجربی 99. خب دقت کنید، تغییر غیرزد H2O2 نسبت به زمان در آزمایش تجزیه آن مطابق دادین داده است. بچه آمده برای این معادله، بچه برای این معادله تغییرات غیرزد رو داده، T زمان 0, 2, 6, 8, 10, 20. این هم که غیرزد O2 H2O2 تغییر کرده. ببین چی گفته؟ گفته نسبت سرعت متوسط در 2 ثانیه 4 بچه، نسبت سرعت در 2 ثانیه 4 واکنش به سرعت متوسط در 10 ثانیه آخر. بچه 2 ثانیه 4 یعنی چی؟ 2 ثانیه 4 2 4 تا 8 تا. پس بچه در 2 تا 8 ثانیه، یعنی در این میشه 2 ثانیه 4، یعنی 6 تا 8. 10 ثانیه آخر بچه یعنی چی؟ بچه وقتی میگه 10 ثانیه آخر، یعنی بچه الان ما کل ثانیه همون بچه اینجا 10 ثانیه است، اینجا 20 ثانیه. اگه ما بگم 10 ثانیه آخر میشه اینجا بچه، نسبت سرعت اینجا رو به اینجا خواسته. خب خیلی ساده است، نیستم نسبت سرعت برابر میشه. خب حالا سرعت تو این 2 ثانیه بچه ها، تو این 2 ثانیه. خب چون بچه ها این داره کم میشه، پس من فقط جوابش می نویسم 3 جا باشه. باقیش جلسه بعد میگم، همین سوال حل کنیم. میشه 300 منهای 249 10000. خب تقسیم بر زمان، زمان چقدر بوده بچه ها؟ زمان بر اینجا
چقدر بوده؟ دو ثانیه. خب این سرعت بچه ها توی 2 ثانیه است. به 10 ثانیه آخر، 10 ثانیه آخر من با رنگ دیگه بنویسم میشه چقدر؟ میشه 209 منهای 84. به بچه ها به محاسبات ریاضیش نگاه نکنید بچه ها، تقسیم بر 10 ثانیه، اینم تقسیم بر 10 ثانیه. ببینید بچه ها الان این سرعت توی 2 ثانیه 4 این سرعت توی 10 ثانیه آخر بچه ها، نسبت این دوتا رو به دست بیارید بچه ها، اگه این دوتا رو عدد شو به دست بیارید جوابش میشه 2.4 که میشه جواب 3. ببینید بچه ها سوال خودش ساده است، نسبت سرعت توی این 2 ثانیه به این 10 ثانیه خواسته، تغییرات بخش بر زمان، تغییرات بخش بر زمان به جواب 2.4 رسیدیم. این الان سوال کنکور 99. فقط یه خود از نظر ریاضی بچه ها چیه؟ خب اعدادش یه خورده مثلا اعداد ممیزدار داده، ولی از نظر خود مسئله سینتیک بچه چی هستش راحت به جواب آخر میرسیم بچه ها. خب فهمیده چطور شد بچه سوال؟ خب وقتمون تموم شد بچه، من ادامه سوالات این قسمت بچه، 2-3 سوال باقی مونده. ببینیم بچه 2-3 سوال باقی مونده، این یکی، اینم یکی مال کنکور 98 تجربیه، این مال فروردین کانونه. دوستان این سوالا بچه‌ها براتون حل میکنم توی جلسه آینده، یعنی این قسمت رو میارم توی تست های جلسه بعد، بعدا براتون حل میکنم حتما. خب ببینید زمان ها 1 ثانیه است بچه‌ها. فقط یک از بچه‌ها پرسید که من اینو بگم که دیگه چون ممکنه این قسمت رو برنگردیم اشکال نداره. نگاه کنید خودش داره به شما میگه، گفته 2 ثانیه 4. خب 2 ثانیه است، 2 ثانیه 4 2 ثانیه است، 10 ثانیه آخر از 10 تا 20 میشه 10 ثانیه، خودش زمان داده دیگه. اوکی؟ خب بچه‌ها خسته نباشید، انشالله که از کلاس امروز استفاده کرده باشید. خدمتتون هستم، جلسه بعد ادامه‌شو میگم و انشالله که کلاس براتون مفید باشه و همتون بچه‌ها بیان و در این فرآیند امسال همه با مجموعه سبقت همراه باشین. مطمئن باشین بچه‌ها ما به شما فکر میکنیم و اینکه شما یک کلاس مفهومی و عالی داشته باشین بچه‌ها. خسته نباشید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار و موفق باشین بچه‌ها. خدافظ.